بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و بتونیم با هم اوقات بهتری داشته باشیم. بریم سراغ کتاب 1001 مثل فارسی انگلیسی و ببینیم که فال امروزمون یا مثال امروزمون چیه. گفت ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. ابلهی گفت و احمقی باور کرد. اتاقی که آفتاب در آن وارد نشود دکتر وارد می شود. و اما احتیاج مادر اختراع است یا اختراع است. احمدک نه دردی داشت و نه بیماری، سوزنی به خود می زد و می نالید. ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. این کتاب رو خانم سیمین حبیبیان سالها پیش، 15-16 سال پیش نوشتند و نمیدونم هنوز هم موجود هست یا نیست. اجازه بدید ما امروز چند دقیقه شروع کردیم زودتر برنامه رو. دلیلش هم شکایتی بوده که از ما شده و براتون ماجرا رو الان تعریف میکنم. ولی قبل از تعریف اجازه بدید که بیایم روی صفحه فیسبوک شخصی خودم و این ویدیوی امروز رو با تلویزیون مردم، با صفحه تلویزیون مردم هم شیر کنم یا با اونها هم در میون بذاریم یا تقسیم کنیم، هر چی که میگید. اینجا شیر، بعد اینجا می‌نویسیم صفحه‌ای که منیج می‌کنیم، اینجا هم می‌نویسیم که سوربی، اصلا می‌نویسیم سوروبی، همونجوری که تو شیراز به اون میگفتن سوروبی، با مردم. تاریخش هم هست 22 فوریه 2017. کجا نشستیم؟ در USA که همه حسرتش رو میخورن، ما هم اینجا حسرت میخوریم که کی میشه بریم یه جای دیگه. خب گفت به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است و متاسفانه میبینیم که بشر هیچ وقت راضی نبوده، نیست و نخواهد شد. ولی امروز بود اگه اشتباه نکنم ناسا گفت که 7 کره دیگه پیدا کردن مثل کره زمین. این آقای اردوان روزبه هم جوک نوشته بود، نوشته بود ای وای حالا دیگه چه کار کنیم، و حتما داعش هم 7 برابر میشه، نمیدونم دوستامون اینجور، دشمنامون اینجور. در هر صورت باید صبر کرد و دید چه خواهد شد. خب بذارید من یه چیزی رو به شما نشون بدم قبل از اینکه بریم سراغ اون شکایت بزرگی که از ما شده و به خاطر همون من برنامه رو امروز زود شروع کردم. اینو شما میبینید؟ بذارید ببینم خودم هم میبینم. بله خیلی جالبه، من توی برنامه راجع به این صحبت کردم که یه روز عینک با هم نبود و به داداشم گفتم عینک داری؟ عینک شو به من درآورد، داد از این عینکایی که تا میشه میزنن به کمرشون اینها، گفت اینو بگی ولی هر وقت عینک نداری دستتو اینجوری کن، این با دستت اینجوری یه سوراخ خیلی کوچولو درست کن، اون وقت میتونی بخونی، حتی اگه با دوتا دستت اینجوری کنی میتونی چیز کنی. این کاری کردیم و شما هم امتحان کنید. اگه یه وقت کتاب عینکتون باهاتون نیست دستتون اینجوری کنید میخونید. خیلی هم ساده است سیستمش، چون اون چیزی که تو فیزیک خوندیم که چشم چجوری کار میکنه، نور میاد اینجا که میفته میره اینجوری برعکس میشه و اینها، این چشمای ما که پیر چشمی یا ضعیف میشه این تطبیق رو از دست میده، یا آستیگما اگه باشه، شما با این کاری که میکنید حقیقتا انگار که این سوراخ قرنیه چشم رو آوردید اینجا و از اینجا شروع میشه و تصویر اونجایی که میخواد پشت اون قرنیه قرار میگیره و اینها. یکی از دوستان برای من نوشت که آقای سوربی شما این چیزی رو که گفتی، الان عینکهایی رو ساختن که مشبکه، ببینید فقط سوراخه، هیچی نیست و شما از پشت این میتونی منو ببینی، اصلا اینجوریه، و اینو که شما میذاری قشنگ میتونی بخونی، و راستم میگه هیچ عینک ذره بینی و اینها هم احتیاج نیست و میتونی بخونی. یکم اولش مشکله تا عادت کنی، چون همه این سوراخ ها رو میبینی، و من خودم این رو الان برای تلویزیون تماشا کردن استفاده میکنم، چون اونا که عینکی هستن میدونن وقتی تلویزیون تماشا میکنی یکم
دور هستی، حالا ممکنه یه خواب ببره یا سرت رو مبل و اینها، این عینکام که قربونش برم. من نمیدونم چرا اینقدر عینک گرونه، ارزونتری نیست، 300 400 دلاره. در صورت کج موج میشه و اینها بعدا اذیت میکنه. ما حالا اینو گرفتیم استفاده کردیم. اون دوستمون گفت آقا اگه خواستی من 30 تا از اینا رو میدم به تلویزیون مردم و شما بده به بیننده ها. گفتیم بابا حالا ما بریم پول پستم بدیم بفرستیم بره. گفت نه آقا ازشون پول بگیر. گفتیم بابا این بیننده های ما میگن آقا جون قربانت، نمیدونم جانم فدایت، ولی به پول که میرسی میگه همینجا وایسا من برمیگردم. در صورت اگر کسی خواست اینها، نمیدونم روی اینترنت نگاه کنید قیمتش چنده، ممکنه از یه دلار باشه تا 100 دلار، ولی اگه خواستید تلویزیون مردم 20 دلار 25 دلار که حمایت کنید ما اینو براتون میفرستیم. خیلی هم خوشتی پا اینجوری. اتفاقا دیدم یه ویدیوی یه خانمی باهاش راه میره، ببین من الان کامپیوتر بدون عینک نمیتونم بخونم ولی با این قشنگ میتونم بخونم، که نمیدونم 5 دقیقه قبل سوربی با مردم فوریه 22nd 22 فرنس 5000 همینجوری همه اینا رو میتونم بخونم. خیلی جالبه، دور رو میبینی، اینجا رو میبینی، اینجا رو میبینی. حالا چجوری این رو بعدن بهتر و بهترش کنن خبر ندارم. بذارید یه عکسی گذاشته بودم اینجا، اگه بتونم پیداش کنم بهتون نشون بدم که اگر خواستید یا خودتون روی اینترنت بخرید، ولی اگر نه خواستید که حمایتی کرده باشید از تلویزیون مردم 20 دلار 100 دلار 50 دلار 10 دلار بفرستید، ما براتون میفرستیم اینها رو. البته وقتی شما فرستادین من به اون دوستم میگم آقا چند تا پیدا شده میخوان بفرست بیاد تا ما برای اونها پست کنیم. بذارید ببینم که چی اسمش بود، یادم رفته، ببینم اینجا عکسش میتونم پیدا کنم به شما نشون بدم. بله بله، خیلی جالبه. چندین نوع مختلف ساختن، یکیش ساختن که فقط 5 تا سوراخ داره، یکیش ساختن یه سوراخ داره، یکیش ساختن 3 تا سوراخ داره دیگه. اینا همه اینجوریش میکنن که شما به اصطلاح فکر کنی مدل های مختلف هست و اینا. و عکسش رو الان بهتون نشون میدم اینجا. بله این هست. گفت آری چنین بود برادر. این هم از عکس عینک سوراخدار که وقتی اینو میزنید دیگه احتیاجی به چیز نیست. سلام، ممنون از پخش مستقیم از فیسبوک. من ممنونم از شما که ما رو روی فیسبوک میبینید، بیشتر ممنون میشم اگر ما رو برای دیگران هم به اصطلاح ارسال کنید یا بهشون خبر بدید که یک تلویزیونی هست، یه شخص دیوانه هست اینجا نشسته کار و زندگی رو ول کرده، همه تو آمریکا دنبال پول، این یکی پول رو ول کرده نشسته دنبال ما. در اصل ممنون دوستان. بریم با هم این پیام دوستمون رو، آها حالا نگفتید که چی شد. دیدید من هر وقت صحبت میکنم مثلا میگم من اینجا نشستم، خانم فرح پهلوی اینجا، آقای رضا پهلوی اینجا و وکلا هم اینجا، حالا بیان اگه من چیزی گفتم خلاف قانونه منو سو کنید یا هرچی، مثل که خودمون بهانه دادیم. یک نفر یا یک گروهی از همه من و شما با همت‌تر با غیرت‌تر بلند شدن و شکایت کردن. چه شکایت دوم و درازی، با هم ببینیم و بشنویم. و اون گروه کسی نیست جز گروه خران. همیشه بهتون گفتم این ویدیو رو هم فرستادن در رابطه با اینکه چگونه این خرها بلدن اصلا از این آپارتمان پلهای آپارتمان میره بالا بارو خالی میکنه و اینها، ولی من دیدم بهترین کار این هست که با اون برنامه صدایی که ایشون درست کرده و لطف کرده و فرستاده این رو به صورت یک برنامه ویدیویی تقدیم کنیم به شما. نظر شما رو هم درباره این شکایت مفصل بشنویم، چون آخرش هم تهدید کردن که این کار رو همین الان متوقف کنید و الا به زودی وکلای ما با شما تماس خواهند گرفت. بشنویم با هم. ممنونم از این دوستمون که زحمت کشیده، میگم حدود 14-15 دقیقه هست، به همین خاطرم من برنامه رو امروز زودتر شروع کردم. ساعت 3 بعد از ظهرم قرار بریم سراغ آقای پرویز محبی که در اون رابطه هم صحبت میکنم. یک جوری گلوار از دوستان میخوام که بابا این علامتای نمیدونم این یه علامتی هست مثل اوکی، این انگشت شستش بالاست،
تو ایرانی معنیش بیلاخ بود، توی غرب معنیش موفقیت و اینها هست. اینو همه جا استفاده نکنید. مثلا من از این دوستم پرسیدم از هفته قبل، شما میتونید مهمون ما باشید؟ خب دوشنبه که تعطیل بود. حالا امروز نوشتم که امروز وقت دارید ساعت 3 با ما باشید، بعد این علامت رو زده. حالا من نمیدونم این علامت بیلاخ ایرانیاست، موفقیت آمریکاییاست، اوکی آمریکاییاست، یعنی میام، یعنی نمیام، یعنی پیام رو گرفتم. نمی. روزگار غریب است. ببینید با همینو منم براتون پیام رو پخش میکنم. تاریخ هر روز. آقای پارسا سوربی، تلویزیون مردم، ایالت ویرجینیا، ایالات متحده آمریکا. این نامه را به شما و تمام کسانی میفرستیم که هنگام عصبانیت و ناراحتی و به هدف تحقیر دیگر انسانها به خود اجازه می دهید نام ما را به عنوان اهانت به طرف خطاب کنید. شما انسانها هنوز چیزی یاد نگرفته و دانش به دست نیاورده بدون فکر و اندیشه به ما خران اهانت می کنید و صفتهای انسانها را به ما نسبت می دهید. آیا می دانید که چشم همه چیز می بیند به جز خود؟ شما نمی توانید عیبهای خود را ببینید ولی فوراً عیب دیگران را می بینید. مگر ما چه عیبی داریم که شما انسانهای آدم نشده را به ما تشبیه می کنید؟ آیا شما تا حال ما را با خود مقایسه کرده اید که بدانید عیبهای ما کدام است؟ برای اینکه خدمتگزار انسان هستیم، هر روز ساعتهای طولانی کار می کنیم، هرگز مرخصی و تعطیلی نمی گیریم و شکایت هم نمی کنیم، ما را نافهم تصور کرده اید؟ چرا فکر نکرده اید که ما آفریده هایی وفادار هستیم؟ در برابر خوراک که به ما می دهید از شما با کوشش و فعالیت بسیار خود همواره تشکر می کنیم. ما خران و الاغان از صفتهای وفاداری و قدردانی برخوردار هستیم. هرگز به صاحبان و دست کمک و محبتی که به طرف ما دراز شده خیانت نمی کنیم. ظاهر و باطل و دروغی نداریم. در برابر محبت کننده تعظیم نمی کنیم و در پشت سرش هم بدی نمی گوییم. نمک شناس هستیم. ادعای قهرمان بودن هم نداریم. با یک ضربت زدن به ما قهر نمی کنیم. فرار نمی کنیم. اعتصاب نمی کنیم. که به شما اجازه داده که ما را نفهم تصور نمایید؟ ما وقتی دنیا می آییم، آفریدگار تمام نیازهای ما را در مغز ما کاشته و به فراگیری نیازی نداریم. این شماها انسانها هستید که با مغز خالی به دنیا می آیید. باید همه چیز را فراگیرید و تا آخرین روز از عمر خود به فراگیری ادامه دهید. هنوز چیز یاد نگرفته، ادعای فهم و شعور کرده و خود را برتر از دیگر انسانها و همه موجودات تصور می کنید. ما بدون اینکه درس بخوانیم و نیازی به تجربه داشته باشیم، مادمان بدون کمک خارجی زایمان می کند. هنگام زایمان جیغ و فریاد بر نمی آورد. ماده ما درد خود را تحمل می کند. کرمان پس از چند لیز خوردن از مادر بر پا ایستاده و به طرف پستان رفته و شیر می خورد. کدام یک از نوزادان شما این قدرت و درک و فهم را دارند؟ باید چند روز زنانتان درد جمع شدن شیر در پستان را تحمل کنند تا انسان تازه به دنیا آمده نافهم درک کند و بداند پستان چیست و چگونه میتواند با شیر خوردن زنده باشد. کره های من مادر خود را در میان گله خران میشناسند و گم نمیشوند. نیازی به فراگیری امور زندگی نداریم. فقط با یک بار به طرفی رفته راه را یاد گرفته و صاحبمان خدمت میکنیم و به طویله با و طویله اون باز میگردیم. شما گم میشید و تشخیص راهیابی ندارید. ما خران در تاریکی هم با استفاده از حس شامه می توانیم راه طویله و خانواده ما را از مسافتهای دور پیدا کنیم. در برابر ما شما انسانها باید هر موضوعی برایتون تکرار شود. به نقشه و دستگاه مراجعه کنید، مشق بنویسید و سالها تحصیل کنید تا چیزی فرا گرفته و با کلک و دروغگویی به زندگی خود ادامه دهید. اگر شما را در بیابان تنها بگذارند بعد از مدتی می میرید. ما به تنهایی می توانیم زنده باشیم و منت شما و آخر دیگری را نکشیم.
احساس خطر را قبل از وقوعش درک می کنیم، زلزله را قبل از اتفاق با دوری صدها کیلومتر احساس می کنیم، احترام به خیش و همجنس می گذاریم، وقتی سیر شدیم کنار رفته و آخر را برای خر بعدی می گذاریم که او هم بخورد. شما انسان ها می خورید، هرچند هم که سیر شده باشید و جمع می کنید و طمعتان پایان نمی پذیرد، می خورید و چاق می شید و نمی اندیشید که چرا اینقدر می خورید و تا وقت مرگ حد و مرزی برای سیری خود نمی شناسید. تازه همه چیز می خورید، چیزی از موجودات و گیاهان این کره نیست که شما نخورید. ما فقط سبزه تازه و خشک می خوریم و تمام بدنمان تندرست است و از بیماری های گوناگون شما رهانیده ایم. شما فقط برای شکم و زیر شکم فعالیت می کنید و ما برای خدمت به انسان ها. با این حال مفتخورها و تنبلها و پوفیوزهای شما خود را خدمتگزار می خوانند. شما انسان های نافهم قبول می کنید. عجب از این همه ادعاهای پوشالی و نافهمی. با هم جنسان خود در یک طویله عمر را به سر میبریم، چشم به هم چشمی هم نداریم که زینی بهتر بر کمر داشته باشیم و افسارمان از طلا و نقره باشد. رای آویزان کردن مروارید و الماس بر دست و گردن دزدی نمی کنیم، به اموال دیگران هم چشم ندوخته و دزدی از صفتهای ما نیست. این صاحبان ما هستند که برای امتیاز گرفتن زینهای گران و رنگی پشت ما میگذارند تا بر دیگران فخر و پوز بفروشند. بعد میگویند خر همان خر است، ولی فقط پایانش پالانش عوض شده. ما نیازی به پالان نداریم. این نشیمنگاه شما انسان هاست که برای آسایش خود پالان میخواهد و پالانتون را عوض میکنید. برای شما پالان ارزش دارد و نه برای ما. چرا تصور میکنید که با تغییر لباس مغز خالیتون پر میشود و انسان دیگر میشوید؟ چقدر نفهم هستید که فکر میکنید با پوشیدن لباسهای گران و آویزان کردن جواهرات که با خون ریختن هم ردیفانتان یعنی انسانهای دیگر که به ظلم و ستم و بردگیری از آنان به دست آمده مهم و فهمیده و زیبا میشوید؟ از خود بپرسید چرا این نافهمی و حماقت را درک نمیکنید و تمام اشتباه خود را نسل به نسل تکرار میکنید؟ تمام عمرتان ای انسانها هنرتان در این بوده که انسانهای دیگر را به بهانه های گوناگون از بین ببرید و تمام دار و مدارش را با یغما بچاپید. در ساخت اسلحه برای کشتن هم نوع خود در مسابقه هستید. تمام کوشش و فعالیت خود را برای از میان بردن انسان دیگر صرف می کنید. کدام خری را می شناسید که برای کشتن خر دیگر نقشه کشیده و یا در این راه پیش رفته باشد؟ بزرگی خود را در کشتن انسانهای دیگر می دانید. به هم نوع و یا حتی هم میهن خود رحم نمی کنید و فقط برای خرسندی و بزرگنامی رهبر تمام آنان را به مرگ در جنگ روانه می کنید. ما خران را که بی ارزش می دانید جهت کشف مین به صحنه های نبرد برده و قربانی می نمایید. خودتان قاتل هستید و نفهم، و با این حال ما الاغان را نفهم قلم داد می کنید. تمام کسانی را که در تاریخ انسان ها بزرگ خوانده اید در بیشتر کشتن هم نوع خود سبقت داشتند، اما خدمت شما، خدمت ما به شما در تمام فعالیت ها به نظرتان نیامده و قدرت تشخیص خوبی های ما را ندارید. رهبرانتان هر که باشد سعی می کند که صفت های ما را در شما بکارد، یعنی مطیع و سربزیر. ما احیانا آهی از دل برمی آوریم و می گوییم انسان ظلم بس است. اگر شما این سخن را برآورید رهبرتان شما را سر بریده و یا به زندان می اندازد. خنده داران که انسانهای ادعای فهم و شعور می کنند، از دموکراسی و عدالت سخن می گویند، خواهان آزادی هستند، اما وقتی به این افراد سخنی مخالف بیان کنی فورا جهت اهانت می گن ارعر می کنه. مگر ارعر ما چیزی جز شکایت است که شما می کنید و دعوت کننده به پاسخ مثبت به آن هستید، اما نمی فهمید و ما خران عاقل و بردباری من را اهانت می کنید. پدر بزرگتان بدون ما خران نمی توانست برای شما نان آورد و سیرتان کند و یا جا به جایتان نماید و برای زنده بودن و یافتن آذوقه کوچ کنید. تا کنون جاهایی هست که فقط ما می توانیم شما را به آنجا برسانیم. با این همه نافهمی
با این همه نافهمی انسان و عدم تشخیص و درک، خوبی ها صفت نافهمی خود را به ما نسبت داده و ما نام ما را اهانت دانسته و تحقیر می کنید. بی فهم و شعور ما هستیم یا شما؟ تمام وقتتان را به هدف سکس و انجام آن می گذرانید. اغلب فعالیت هایتان به دنبال این مقصود دور می زند. تا حال هدف آفریدگار را در خلق درک نکرده اید. به دنبال ماده ها و نرهای دیگر انسان ها هستید. بعد هم هر کس برای شما این فعالیت را آسان و ساده کرد، آن انسان را با تمام عبارت های ناسزا تحقیر می کنید و کارش را بد می دانید. تمام نام ها و عبارت های زشت در فرهنگ نامه شما به اعضای سکس و آنان که آن را انجام می دهند خلاصه می شود. اما کسانی که همین کارها را برای پولدارها و قدرتمندان در میان شما به عنوان شخصیت های شرشناس و با نفوذ می شناسید، برایشان تعظیم می کنید. فراموش کرده اید که اگر این دستگاه فعالیت پدران و مادران شما نبود، هرگز وجود نداشتید که اینقدر خودبین باشید. تمام فحش‌های رکیک شما به اولین خانه‌ای است که در آن 9 ماه به سر برده و بعد به دنیا آمده اید. در فرهنگتان معیارهایی تراشیده اید که خودتان هم تضاد و پوچ بودنش را درک نمی کنید. در حالی که از قدرت ما در کار و تحمل مشکلات رشک می برید و آرزوی داشتن بعضی اعضای بدن مخران و نیرو و فعالیت من را دارید، با این حال و چون از اعضای بدن و صفتهای عالی ما محروم هستید، فقط برای بزرگ نمایی راست و چپ ما را تحقیر میکنید. با این همه ادعای فهم و شعور، این تضادها را هرگز درک نمی کنید. کدام خری را دیده اید یا میشناسید که همینطور به دنبال جنس مخالف بدود؟ هم جنسی ما فقط برای افزایش جمعیت من انجام میگیرد. ماده ما پس از حامل شدن هرگز به نری اجازه نزدیکی به خیش را نمی دهد. نرهای من به خران و علاهای ماده به آن وضعیت فوق العاده علیا مخدره ها احترام می نهد. در میان ما تجاوز جنسی وجود ندارد. خردسالان ما را آزار و به خصوص جنسی نمی دهند. هیچ کدام از جنایت های شما انسان ها به یک دیگر را ما خران مرتکب نمی شویم. با این همه ما را پست و حقیر می دانید و انسان‌های آدم نشده و بد و پست را خر و الاغ می‌خوانید. اگر کمی انصاف داشته باشید به ما اطلاع دهید که نفهم و بی‌شعور کدام یک از ماست، شما انسان‌ها و یا ما خران. برای رفتار بد و زشت خود منطق تراشی می‌کنید و تصور و خیال بهشت و جهنم در مغزهایتان کاشته اید و هر کس که کار بدی کرد فکر می‌کند با رفتن به یک عبادتگاه یا زیارت قبر یک انسان دیگر آفریدگار را فریب داده و آمرزش خریده و جرم و ظلم و گناهانش بخشوده می شود. نفهمی شما انسانها حدودی برای خود نشناخته و بیدرکیتان مرزی ندارد. کشته شدگان در جنگهای رهبران آزمند را شهید می دانید و با من به همان بهشت موعود می فرستید. کدامتان از آنجا بازگشتید که اینقدر با آب و تاب از آنجا سخن می گویید؟ آیا آنجا هم فقط شما نفهمای بیشعور رو جا میدهن یا جایی برای خران مظلوم مثل ما هم هست؟ این یه مطلب را هم خوب بشنوید. پس از آن اگر مغزی دارید فکر کنید و با انصاف از خود بپرسید که اگر نفهمی خریت است، کدام یک از ما خر هستیم؟ بدون اینکه درک کنید، از روز ازل با تأسیس یک سیستم اقتصادی و اجتماعی خود را بنده اقلیت متنفس ساخته اید. هر گونه آزادی در فعالیت کاری و اجتماعی را این به علت این اصول از دست داده و در چارچوب رضایت آنها قرار گرفته اید. بدون اینکه درک کنید بنده اقلیت متنفس شده اید، یعنی با نافهمی و عدم درک و به علت عدم فکر کردن و پیروی کورانه بنده اقلیت شده اید. کار میکنید، زحمت میکشید و در پایان به آنان سواری می دهید و نمی دانید که شما خرید و نما. خر بودن در مغز شما انسان ها به معنی نفهمی و عدم احساس است. جواب دهید، کدام ما بی احساس و خر است؟ ما با طبیعتی ساخته شدیم که به شما انسان های حق نشناس خدمت می کنیم. بدون اینکه قدرت تشخیص و فایده ما را بدانید، ما نام من خر است، اما خر واقعی و نفهم شما هستید. ما خران به شما خدمت می کنیم بدون اینکه تفاوتی برای ثروت و مقام شما قائل باشیم. بدون درک ظاهربین هستید
وقتی کسی را که سرپوش و لباس بلند دارد ملاقات میکنید، مانند آخوند و کشیش و موبد و نظامی، فورا تغییر قیافه، تغییر رفتار و تغییر گفتار و تغییر سخن گفتن داده تا آن مفتخور زورگور را از خود راضی نگه دارید. بدون فکر دنبال رو شاه و ملا هستید، هرچند که نفح منادان باشند، اما ما دنبال خری راه میفتیم که میدانیم ما را به مقصد میرساند. به اصل و فصل و نیاکانش کاری نداریم. احمق های بی شعور، ما شما را خدمت میکنیم بدون اینکه درجه بندگیتان را تحمل کنیم. ما ظاهربین نیستیم بلکه خدمتگزاریم. ای نمک نشناس های بی انصاف پرمدعا و پوفیوز، با برتن کردن لباس بدنتان را وسیله آویزان کردن معادن و پارچه های بیفایده کرده اید که فقط بر دیگر هم نوعان خود پوز و افاده بفروشید و زشتی های اندامتان را مخفی کنید. ما خران همانطور که دنیا آمده این بدون تغییر و نیاز به پوشش باقی مانده و در تمام اوضاع و فصل ها به شما خدمت می کنیم. بزک و بزک هم نمی کنیم که ظاهر سازی کرده و کسی را فریب دهیم. لکه شما انسان های کوته فکر، ظاهر ساز و مقلد و نافهم هرگز آدم نشده و نخواهید شد. شما به هم نوع خود رحم نمی کنید. ما چه انتظاری می توانیم از شما انسان ها داشته باشیم؟ این اولین و آخرین اختار به شما و تمام آنهایی است که قدرت فهم و آشنایی از ما خران و علاقان را ندارند و صفتهای عالی و برتر بودن ما را نشناختند. از اهانت به خران هنگام سخن گفتن و یا معامله با یکدیگر دست بردارید. در صورت تکرار در دادگاه بین المللی سازمان خران شما را به دادخواهی می‌خوانیم و با عدالتی که از آن اطلاع ندارید به سختی مجازات خواهید شد. شما انسان‌ها در تاریخ خود ثابت کرده اید که بجز با زور تغییر نکرده و چیزی فرا نمی‌گیرید. شاید با زور ما الهان و خران آدم شوید. با آرزوی تغییر شما و عدم اهانت به ما، خر خدا، دبیر کل شورای بین المللی خران. باور کنید اینو ایشون دو روز پیش برای من فرستاده و من دیدم برنامه روز دوشنبه اینجا چون روز پرزیدنت دی بود، تعطیل بود و اینها، خودم هم اصلا گوش ندادم تا امروز صبح و از امروز صبح تا حالا سه بار اینو با دقت گوش دادم و هر بار به نظرم جالبتر و جالبتر میاد. مواظب باشید، این اختار اولین و آخر بود. اگر شما به این کار زشتتون ادامه بدید، این دوست ما که به نظر میرسه نماینده خران بود، وکیل رعایا میگفتن، من و شما رو به دادگاه بین المللی سازمان خران خواهد برد. امروز چهارشنبه است، 22 فوریه 2017، برابر است با 4 اسفند ماه 1395 و این دوستمون باعث شد که من یک بار دیگه همینجا از حیوانات مخصوصا سگها و خرها پوزش بخوام که ماها که فکر میکنیم به اصطلاح چی میگفتن احسن الخالقین هستیم، این بلا رو هم به سر اون حیوانا، هم به سر خودمون، هم به سر دنیا آوردیم که نمیدونیم چجوری. و همینجا باز مثال میزنم، میگن طرف مثل خر به گل مونده. معمولا خرا به گل نمیمونن، اون صاحب نادانش هست که میکشدش اونجا و وقتی اون میمونه اونجا اون ولش میکنه میره، ماکسیموم بار خودش نجات میده. اگه خیلی هم لطف داشته باشه برای که این بنده خدا درد نکشه توی آمریکا با یه تیر خلاصش میکنه. در صورت ممنونم از این دوستمون، متشکرم. میدونم که برای نوشتن این 12-13 دقیقه کلی وقت گذاشته، برای ضبط کردنش کلی وقت گذاشته و بی صبرانه منتظرم که برنامه های شما رو در تلویزیون مردم داشته باشید. صحبت از برنامه های تلویزیون مردم شد، اجازه بدید که از آقای فرزاد عزیزی صحبت کنم که بنده خدا ساعت 12 برنامه رو شروع کردن. و باز متشکرم جناب سوربی. در ضمن مواظب باشید دیگه. چشم خانم نیر عزیز میگه مواظب باشید به خران و اینها توهین نکنید. چشم، شما کاملا درست میگید. ممنونم، خوشحالم که امروز شما هم با شنیدن این، چون برای ایشون فرستاده بودم صبح اون آدیوش رو، نوار صوتی رو، و ایشون هم کلی خوشحال شده بود چون حیوانات رو دوست داره.
من فکر کنم هرچی آدم یا هرچی انسان آدم تر بشه، حیوانات رو بیشتر دوست دارن. حالا دیگه این به خودتون واگذار میکنم که فکر کنید. برگردیم سراغ برنامه آقای فرزاد عزیزی که این حقیقتا پنجمین برنامه شون بود، ولی یه برنامه اشکال اینترنتی داشتن، این رو میتونیم به عنوان چهارمین، حالا مهم نیست، مهم اینه که ایشون گفت چند مدت کار داره، گرفتاره، نمیتونه بیاد. بعد گفت ضمناً از یکی از دوستانش خواسته که در این برنامه شرکت کنه. حالا بذارید من ماجرای این دوست رو هم بگم و اینکه چرا ما ایرانی ها کارهای ساده رو مشکل میکنیم. نمیدونم، یک خانمی برای من روی فیسبوک نوشته که آقای سوربی، آقای فلانی که میخواین باهاش مصاحبه کنید توی منزل من هست در ترکیه. ایشون ننوشته بود در ترکیه، ولی آقای فرزاد عزیزی امروز گفت ترکیه. خب حتما این آقای اسمشون هم نوشتم، با فارسی نوشتم، با انگلیسی نوشتم، همه چی رو آماده کردیم ولی ارتباط برقرار نشد. حالا براتون توضیح میدم. آقای افشین سهرابزاده، این خانم که روی فیسبوک پیام فرستاده بود برای من نوشته بود که آقای سوربی، و من اینجا گاهی یه چیز جالب میبینم، از یه کسی تقاضا میکنم که مایلی مهمون ما باشی در این مورد صحبت کنی، یا ایشون جواب نمیده یا هر چی، میره دو سه ماه دیگه یه دفعه یه نفر مینویسه سلام از من خواستید بیام، میگم من اصلا یادم نیست. اینا میگن ریفرش مای مموری، یعنی به من بگو ببینم راجع به چی صحبت میکنی. بعد به این دوستم گفتم والا من روزانه اینجا با 14,000 نفر در تماسم و نمیدونم گاهی وقتا کی بوده، چی بوده، کجاست، بعد و چی جو. اگه ایشون میخواد برای اون پناهجو و اینها، ما یه برنامه داریم به نام پناهجویان رو دریابیم، خود همین پناهجویان، اون دوستون آقای مجید اینا کمک میکنن، تلویزیون رو حمایت میکنن، این بلنگو در اختیار نفرات بعدی قرار بگیره. ایشون گفت نه آقا، اصلا ایشون احتیاج به کمک شما و تلویزیون شما نداره، ایشون توی زندان بهش تجاوز شده، 8 سال زندان بوده، شما نمیشناسیش. گفتم والا قرار نیست هر کی بهش تجاوز شده و هر کی تو زندان ایران من بشناسمش. و این ماجرای تجاوز اینا رو براتون بگم. یه آقایی بود بعدم هنرپیشه تلویزیون و اینها شد اینجا، این گویا وقتی میخواسته پناهندگی بگیره، حالا یا راست یا دروغ، اون موقعی بود که خیلی این همجنس گرایان، یا اولا تو ایران میگفتن همجنس باز، بعد گفتن نه بگید دیگر باشان، همجنس گرایان، اینها هرچی که اسمشه، این آقا رفته بوده گفته بوده که این چون همجنس گرا هست توی ایران نمیتونه باشه. اونم قبول کرده بودن ویزا و نمیدونم چیش درست شده، بعدم آمده بود آمریکا. اینجا که موفق شده بود، خب اونایی که باهاش دشمن بودن میگفتن ای آقای دوستان همجنس گرا، این حالا نمیدونست از اون چجوری در بره. اینم یه موزل دیگه است، ولی در هر صورت لب کلام اینه. من برای این خانم نوشتم، خانم در تلویزیون مردم من اینجا تنها کسی هستم که از این و اون دعوت میکنم و همچین اسمی، همچین برنامه هنوز یادم نیست، حالا شما به خودش بگید با من تماس بگیره. بعدن دیروز بود آقای عزیزی با من تماس گرفت، آقای سوربی فردا من یه مهمون دارم و اگه امکان داره شما با من که صحبت کردید بعد با ایشون صحبت کنید. گفتم نه من اصلا این کار انجام نمیدم، ایشون مهمون شماست، شما باهاش مصاحبه کن، ما هم اینجا نشستیم داریم پخش میکنیم. و چه خوب شد که این کار رو نکردم، چون اگر من گفته بودم بله آقای عزیزی آمده بود، برنامهش اجرا کرده بود، خداحافظی کرده بود، رفته بود، یا مونده بود، من قرار بود با این آقای سهرابزاده ارتباط برقرار کنم، اون وقت بعد دسیسه ها می اومد بالا که آقا دیدی گفتم این سوربی عمدن، یعنی اون اولاغی بود که میگو عمدن نواره پخش نکردی، عمدن میگه. حالا جالبه، خود آقای عزیزی میگه ما دیروز که تماس گرفتیم اینها اینترنتشون قطع بوده، قرار شده امروز برن از یه جایی، یه رستوران، یه جایی که قوی تره چیز کنه. بهش میگم عزیز من، این اینترنتی رو که رستوران ها میدن برای اینه که شما ایمیلتو چک کنی، تکستو چک کنی، ولی اگه بخوای بشینی اونجا اسکایپ و ویدیو استریمینگ شما تو خونه خودت اگه نشسته باشی بچت داشته ویدیو بازی کنه شما مشکل پیدا میکنی، مگر اینکه هی سرعتای بالاتر بخری، بندویت یا پهنای باند بزرگتری بخری. خلاصه
متاسفانه قسمت دوم برنامه آقای عزیزی اجرا نشد، ولی من قشنگ هی اسکایپ رو نشون دادم که ایشون ما رو میذاش رو هولد میرفت اون ور، بعد که میخواست برگرده قطع میشد دوباره وصل میشد. میذارم این نوار رو هم توی نوارها میذاریم و باشه. چشم، ایشون میگن به حیوانات توهین نکنید. خیلی ممنون. حتما حتما حتما. برنامه آقای فرزاد عزیزی به اضافه آقای عزیزی از سوئد هستن. البته خودشون هم جالب گفتن، گفتن خب این اشکالات فنی پیش میاد، ایشون سوئده، ما آمریکا هستیم، اون آقا ترکیه است. ترکیه هم فکر کنم اینترنت خوبی نداره، تازه اگه داشته باشه هم دوستان پناهجو و پناهنده امکانات و وضع مالی ندارن که بتونن اون رو داشته باشن. و اما یه آگهی شب عید خدمتتون نشون بدم. اینجا هم ساعت 2:26 است به وقت واشنگتن، به وقت نیویورک، شرق آمریکا. اینو میگم برای دوستانی که گهگاهی میپرسن آقا برنامه زنده است، میگم والا این روزا برنامه زنده باشه نباشه چه فرقی میکنه. شما آمدی یک کسی داره حرف میزنه، اگر قراری باهاش نداشتی که مهمونش باشی الان زیرش بنویس چه خبره و نظرت چیه راجع به اون. پس میشه گفت همه برنامه ها زنده است. دوستان عزیز، آریان پروداکشن با افتخار تقدیم میکنه جشن باشکوه نوروز 1396 یک شنبه 19 مارچ همراه با پذیرایی شام سبزی پلو با ماهی. میدونید که اگه ایرانی ها سبزی پلو با ماهی نخورن، حتی قدیما میگفتن شب عید همه مرغ میخورن، نمیدونم، ولی سبزی پلو با ماهی بیشتر مثل رسم بود. اگر چیز نشه اصلا این چرخش کره زمین و سیارات به هم میخوره. در هر صورت این برنامه رو آقای آرمان شهبازی که یکی از پروموترهای قدیمی اینجا هست، یعنی من از 15-16 سال پیش ایشون، داداشش، پدرش، داییش اینا رو میشناسم و تو این منطقه اسم و رسم و اعتباری دارم. آریان پروداکشن با افتخار تقدیم میکند جشن باشکوه نوروز 1396 یک شنبه 19 مارچ همراه با پذیرایی شام توی پرانتز سبزی پلو با ماهی. پرژن نیو ایر گیلا یا گیلا یا بعضی ها گالا هم میگن پاری، ساندی مارچ 19، گرین هاوس بیسترو. بعد گرین هاوس بیسترو یه جای قشنگیه توی این وینا، قبلا رستوران های دیگه ای بود، الان آقای مسعود ابوقداره که توی این منطقه به عنوان مسعود ای میشناسنش، اونم سال هاست این کار انجام میده، اونجا رو دارن. یه خواننده بود شهاب، من دو بار با ایشون مصاحبه کردم و چندین بار توی برنامه ها از ایشون تعریف کردم که برخلاف خواننده های دیگه که حتی یه دوست دختر هم ندارن ولی وقتی ویدیو پر میکنن 20 تا دوست دختر اسپانیش و اینا رو میارن به اون بیچاره ها میگن شما میای تو فیلم، یا حالا دونه 50 دلار هم بهشون میدن یا یه نهار و نوشابه براشون میخرن، اونها هم لخت و با این ویدیوهای مسخره جوانای ایرانی رو تحریک میکنن. اونها هم فکر میکنن الان تا برسن اروپا یا برسن آمریکا خانما همه نیمه لخت منتظرن با یک ماشین سرباز، منظورم با نه یا سرباز جنگی ها، ماشین کروکیت میگن، گابریل میگفتن توی آلمان، اینجا میگن کانورتبل، یعنی ماشین سرش پوشیده میشه، سرش برداشته میشه، میان دنبالش. این شاب بسیار خانواده زحمت کشی داره. من رستوران مادرشون رو تو بالتیمور رفتم، دستپخت بسیار خوبی مادرش داره و اگه اشتباه نکنم 9 تا خواهر برادرن و شهاب خودش زحمت کش و مدت ها پیداش نبود. حالا من این آگهی رو که دیدم خیلی خوشحال شدم و برای دیدن شهاب حتما این برنامه رو میرم. خب شب عید جای دیگه برنامه میذارن، ولی آدم از قبل بدون کجا میره به دوستاشم بگه راحت ترن که دیگه هر کدومشون یه جا نباشن. الان من خدمت شما دوستان عرض میکنم که یک شنبه 19 مارچ بنده اینجا هستم به خاطر دیدن گل روی شهاب بعد از سالها. یادم حتی برای ازدواجش من رفتم مریلند و
چقدر هم دوستانش از کالیفرنیا و این ور اونور اومده بودن اینها. در هر صورت نوشته که شهاب لایو لایو تو او لیو تو دنس، لیو تو دنس گروپ یه گروپی هست که یعنی ما زندگی میکنیم که برقصیم، پرفورمینگ آذری و پرشن دنسز اینکلودینگ دی ترادیشنال پرشن نوروز کوزین سبزی پلو با ماهی. اون قسمت زیرش هم برای انگلیسی ها نوشته، جوانایی که ممکنه فارسی نتونن بخونن یا انگلیسی براشون راحت تر باشه. نوشته doors open at 7 p.m. درها 7 شب باز میشه، احتمالاً 8 9 شام میدن، بعدش هم دیگه بزن و بکوب تا اون وقتا گفتن تا بوق سگ. چرا بوق سگ میگفتن؟ در هر صورت نوشته که complimentary parking no age limit، یعنی محدودیت سنی نداره، بگی بالای 12 باشید یا زیر 100 باشین تا بیاین تو. از اون برم گفته که complimentary parking یعنی پارکینگ اونجا مجانی در اختیارتون میذارن. تیکت این ادوانس، اگر تیکت ها رو زودتر بخرید، قبل از 10 مارچ بخرید، فقط $65، یعنی شام و رقص و خواننده و اونم شب عید $65. نوشته اگر بعد از 10 مارچ بخرید $75. دوستان اینجا تو پرانتزم نوشته limited space available، یعنی صندلی و نمیدونم چی میگن محدوده، جا محدوده. رستورانه باید اگه مثلا 200 نفر 300 نفر میگیره، اینا مثل استادیوم سیزه به در نیست بگه 20,000 نفر بیان اونجا. در هر صورت زودتر آدم تصمیم بگیره بهتره. tickets available at most Persian store، بلیت در فروشگاه های معتبر ایرانی، در بیشتر فروشگاه های ایرانی. online ticket at www.kodum.com. kodum.com بچه های جوانی هستن که سالها اینجا توی این منطقه فعال هستن. VIP tickets and information 571-335-1970. اگر میخواین این VIP یعنی very important people، حالا ما ایرانی ها کردیمش very important Persian. اگر بیلت های مخصوص میخواین، میخواین نزدیک به سن باشه یا میز داشته باشه، میز مخصوص داشته باشه، نمیدونم، و اطلاعات کسب کنید با شماره تلفن 571-335-1970 تماس بگیرید. اسمشم آقای آرمن شهبازی هست. حالا اگر فرصتی هم بشه تا اون موقع، 20 چند روز دیگه بیشتر باقی نمونده، امروز 22 بگو 7 روز اینجا، چون فوریه 28 روز است، 6 روز اینجا، 20 روز هم اونجا، 26 روز یه روزشم باید، 25 روز باقی مونده. این هم از این آگهی شب عید، ماهی پلو و شهاب. و ببخشید آقای متین الهام رو نگفتم، اینجا نوشته برای اولین بار آقای متین الهام. قیافه شون آشناست ولی من تو برنامه به اصطلاح نرفتم که ایشون اونجا برنامه داشته باشه، ولی بالاخره اینا وقتی میان با یه خواننده مثل شهاب و اینا میخوان کار کنن، باید از یه فیلترای گذشته باشن. همون خود آرمان پیانیست هست، کسی که با آقای انوشیروان روحانی و اینها کار کرده. میریم میبینیم برای شما تعریف میکنیم. و اما ترامپ وقتی میخواست انتخاب بشه هی میگفت که این چیه، این اوباما هی میره گلف بازی میکنه. آقا بازی چه کار، برو بشین کارها رو انجام بده. این مردک شالاتان دروغگوی کلاش پدر سوخته که اصلا دیگه زنه رو ول کرده، قشن با دختره همه جا میره میچرخه برای خودش، همه هم مسخرش میکنن، میگن وایف دادر یا دادر وایف، یعنی دختری که به عنوان زن ازش استفاده میکنه، چون ایشون خودش هم تو برنامه‌های مکرر گفته که بعدش نمیاد با دخترش باشه. بمانه 26 ساعت تا حالا گلف بازی کرده در 30 روز گذشته. گفتم اگه این پدر سوخته شارلاتان دروغگو هست که میگه خب وقتی دارم گلف بازی میکنم دارم کارهای دیگرم انجام میدم، کلا سر این میذارم، کلا سر اون میذارم، وقتی میخواد یه نفر رو دعوت کنه اون فلوریدا، به اونایی که سالی $200,000 یا $200,000 عضویت دادن نامه می‌نویسه، ایمیل میزنه، باشون خبر میده که فلان مهمون مهم داره میاد، اونام بیان اونجا پول خرج کنن. یعنی باورتون میشه؟ نمیخوام بگم چه احمق هایی
به این مردک رأی دادن، چون دوستای خود ما هم رفتن رأی دادن. ولی واقعا نمیدونم، البته میدونید شالاتان کلا سر اینا گذاشته و اینا حالا یکی یکی دارن میفهمن. دیروز باز با یه سری دیگه که بهش رأی دادن صحبت میکرد، یکی یکی گفتن آقا ما رأی ندادیم که این اینجوری کنه. فعلا کلیمیا رو اینجا الان دشمن را افتاده، قبرستونای کلیمیا رو با یا دیگه تعنت نیست ناراحت نباشید، قبرستونای کلیمیا رو دارن ویران میکنن، نابود میکنن. این محل چیشون چیه؟ کنسا، همون کلیسا رو اینا میگن کنسا. هر وقت میخوان برنامه بذارن زنگ میزنن به پلیس، میگن میخوام اینجا رو منفجر کنیم، این بیچاره رو میکنن بیرون، اونجا رو سگ بیارو نمیدونم فلان کن، دوباره میگن هیچ کسی نیست برید دیگه، خب میپاشه از هم مجلس. بمانه مسلمونا رو از خودش ناراضی کرد با اون برنامه. مسلمونه رفته میگه آقا من بابت شما رفتم جنگیدم تو عراق، تیر خوردم، حالا اومدم اینجا شما من راه نمیدی، یا زنش راه داده خودش راه نمیدید اینجا. یعنی شما هر گروهی رو که بگید این آقا یه جوری از خودش دور کرده و برای خودش دشمن ساخته. بعدم تازه میاد تو تلویزیون میگه مثل ماشین عالی، مثل ما وقتا میگفتیم این ساعت سوئیسی کار میکنه، اینجا میگن فاین تیون ماشین، یعنی چیزایی که همه چیش تنظیمه، مثل یه ماشین مرتب و منظم داره کار میکنه. من فکر کنم این آقا یا اون خانم چیزم الان تهدیدش کردن، فکر کنم اینا هم یکی یکی استعفا بدن یا اصلا برن دنبال کار زندگیشون، بفهمن که چه غلطی کردن که با این دیوانه توی کشتی، یک کشتی سوراخ نشستن و توی این دریای مواج میگیم با این امواج طوفان ها باید صبر کرد و دید. و اما ترامپ گفته اوباما گلف بازی میکنه، در صورتی که خودش الان هر هفته آخر هفته میره اونجا یک بار دیگه پوزش از حیوانات مخصوصا سگ ها و خر ها. ویدیو رو به شما نشون دادیم که چجوری این الاغا بار رو بر میدارن، خودشون میبرن اونجا، خودشون خالی میکنن از پله ها چجوری. من پارسال بود رفتم یونان، اونجا یه دستگاهی گذاشتن مثل همون توچالاینا که از این کیبل کار بهش میگن، 5 دلار یا 5 یورو میدی میای پایین، 5 یورو میدی میری بالا. خب حالا یه سری الاغ اونجا هست که اینا از قدیم اونجا بودن، بعضی ها مثلا میگن بابا حالا که اینا زحمت کشیدن این جاده رو ساختن، این حیوانات و اینا، ما اینا رو حمایت کنیم. خود من یکی از اونا، البته چه حمایتی، 5 یورو میدی سوار این بیچاره میشی، ولی اینا با یک مهارتی شما رو میارن پایین یا میبرن بالا که به قول اینها unbelievable، یعنی غیر باور کردن، که شما میگی این از کجا میفهمه تو این ارتفاع قشنگ لب این دره شما رو میبره. حالا دلیلش چیه که این اینجوری کوتاه‌ترین راه رو طی میکنه؟ چون میخواد انرژیش مصرف نشه و خسته نشه، ولی اگه بره از اون دور بعد خستهش میشه نصفه راه وای میسه. خود من هفته پیش اینجا هوا خوب شد و من یه دوچرخه‌ای دارم، گفتم امروز برم دوچرخه سواری، چون مدت‌ها دوچرخه سواری نکرده بودم و این دوچرخه من، دوچرخه برای کنار دریا و اینا است، دوچرخه‌ای نیست که 20 تا دنده، میدونید این دوچرخه‌ها الان 20 تا دنده داره، دنده قشنگ درست عوض کنی یه جایی مثل داری راه میری ولی از سربالایی میره بالا. بمانه این دنده نداره، این همین مثل دوچرخه‌های ایرانه. ما اینجا شروع کردیم اونجا سرزیری رفتیم به سربالایی که رسیدیم دیدیم ای بابا یک سال پیرتر شدی، چاق‌تر شدی، این دوچرخه هم دوچرخه قدیمی نیست که دنده داشته باشه، دنده عوض نکردیم، هی زور زدیم هی زور زدیم دیدیم نمیشه. اینجاست که میگن احتیاج مادر تمام اختراعها است. حالا ما اختراعی نکردیم، ولی یادم افتاد که تو ایران قدیما که موتورای ماشینا کوچیک بود و این تپه مپه ها خیلی اینجوری شیب داشت و اینها، راننده ها هی می اومدن این ور جاده، البته نگاه میکردن ماشین نیاد، هی میرفتن اون ور جاده. درسته که یه مسیر طولانی میشه، ولی وقتی دارن این وری میان دیگه اینجوری نیست، شیب نداره، اینجوریه صافه، یه نفس میگیره دوباره اینجور دوباره. اگه نگاه کنی جاده ها رو، مثلا جاده چالوس که دیگه همینجوری بود، شما میرفتی میمدی میرفتی میمدی میرفتی میمدی بالای کوه، از اون بالا اگه بخواستم ولت کنن که دیگه کسی نمیتونست نگه داره. و همون موقع فکر کردم که ای داد بیداد چقدر ما این تکنیک های ساده رو فراموش کردیم،
چون به جایی که از مغزمون استفاده کنیم از دنده استفاده میکنیم و الی آخر، که این دوستمون قشنگ توضیح داده بود که چگونه به اصطلاح این خرها الاغها که ما وقتی میخوایم به هم دیگه توهین کنیم میگیم برو بابا مثلا الاغ یا بابا عرعر میکنه، این میگه بابا جون ما خرها اگه بخوایم به هم توهین کنیم باید به هم دیگه بگیم برو انسان. نمیدونم، منتظر برنامه‌های بعدیش هستیم. بذارید ببینیم که این آقای سعید بهادری رو ما با یک تیپا و پس گردنی بندازیم بیرون، چون بعضیا بوی گند میدن وقتی میان یه جا، باید شما اون رو بیچارش کنی و بفرستیش بیرون. دیلیتش میکنیم، از این ورم میزنیم سعید بهادری برو گم شو. سعید بهادری دوستان نه عکسی داره نه نامی داره نه چیزی داره، اتفاقا فکر کنم آقای افشارها هم به این نتیجه رسیده که این مردک یا مجاهده یا از این شاه اللهی. دوستم من کاری به سلطنت طلبا ندارم، کاری به طرفداران پادشاهی ندارم، عقیدهشون هم برای خودشون مهمه هم برای من مهمه، ولی شاه اللهی من بهش احترام نمیذارم، حزب اللهی بهش احترام نمیذارم، اسرائیل اللهی احترام نمیذارم، مصدق اللهی احترام نمیذارم. هر اللهی حقیقتا این الله بوده، الله رو آورده یا الله رو آورده که خودش رو به ما غالب کنه. پس گول اینا رو نخورید. راحت شدیم از دست این احمق و بریم. بله متشکرم جناب سوربی. در ضمن مواظب باشید دیگر به حیوانات توهین نکنید. چشم. و این رو هم ما باز اینجا بندازیم تو سطل آشغالی. این سعید دوستمون که توی کالیفرنیا هست چه چیز خوبی یاد من داد. گاه وقتی طرف آشغاله تو چرا میاری به ما میگی که بکن ببین آشغاله بنداز دور، اصلا لازم هم نیست به ما بگی. چشم متشکرم. بریم حالا برنامه رو ساعت 3 من قراره، میدونیم همینه دارم میگم، این علامت بفرما اوکی بلاخ هرچی که اسمشه. آقای محبی من نفهمیدم دوست عزیز، حالا با شما با اسکایپ تماس بگیرم با تلفن تماس بگیرم، برنامه رو مستقیم میخوای پخش کنی میخوای ضبط کنی، نمیدونم. در هر صورت یک کمی دوستان مقصد ماها که انقدر مینویسیم، اگه با یک کسی مخالفیم دو صفحه برمیداری مینویسیم، وقتی با یه نفر موافقیم میخوام یه برنامه یکم توضیح بیشتر. یادم رفت اون آقایی که آقای عزیزی دعوتش کرده، حالا بنده خدا تازه آمده ترکیه، ولی اون خانم باید با آقای عزیزی تماس بگیره نه با من. مثل این میمونه که من شما رو دعوت کنم که دوست گرامی بیا اینجا، از اینجا میریم رستوران، حالا یا میریم کباب بازار یا میریم شمشیری یا میریم زعفران گریل، بعد شما زنگ بزنی به یکی از این رستوران ها بگی که من نیم ساعت دیگه میام. اصلا اون حالا شاید هم روش نیاد، حالا خوبیش به یکی ما دیگه تو این کار بودیم روم میشه که کجا چی، ولی اون ممکنه روش نشه. به شما بگی کی، اصلا شما قرار نداشتی، شما میزی نداشتی. دوستان نمیخوام بگم سلسله مراتب که فوری شما تو مغزتون اون ارتش و نمیدونم سرباز به گروهبان به استوار به سر ستوان اینجوری باشه، ولی اینا رعایت کنی. کی با شما صحبت کرده؟ آقای عزیزی. چه کار باید بکنی؟ تماس میگیری. آقای عزیزی باید به من تماس بگیری، بعد بگی من این هفته مهمون دارم. با این سیستمی که شما میبینید چه روشی بهتره؟ بعد من بهش میگم اینجوری. الان من با یه دوستی 2 هفته است. ایشون میگه من میخوام برنامه داشته باشم. قبلا هم برنامه داشته، قبلا هم تلویزیون خودش داشته، قبلا هم یک کسی آمد بهش گفت آقا به سوربی ساعتی اینقدر پول میدی من برات مجانی درست میکنم. هست و نیست این آقا رو آمد تو کامپیوترش و اینها ریخت به هم دادگاه و فلان اینا. این آقا حالا برگشته میگه آقا من میخوام با همون سیستم شما باشم و خدا پدر تو رو بیامرزه. خب بدم نیست، اینجوری شدیم ما تفندوز اولی. اون دومی انقدر خراب میکنه مثل این آخوندا که ملت برمیگردن میگن صد رحمت به شاه. بمانه حالا این آقا برگشته گفته بابا صد رحمت به سوربی، ولی 2 هفته است نمیتونیم با هم صحبت کنیم. هر وقت من میخوام صحبت کنم ایشون یا خوابه یا دیره، هر وقت ایشون بیداره من خوابم. بابا از این پیامگیر، از این فیسبوک، از این اسکایپ استفاده کنیم.
پیام شما بذار وقتی بیداری، شادی، شنگولی داری، چای میخوری که من دارم آب میخورم، منم میام میشنوم، بعدن جواب شما رو میدم. حالا یا تماس میگیرم شما هستی، یا اگر نیستی پیامگیره برات کار میکنه. اینجوری یعنی شما موقعی هم که خوابیدی باز داری ازش استفاده مفید میکنی. دو نوع، یکی انرژی خودت رو برمیگردونی به بدنت با خوابیدن، دومی این که دوستات که زنگ میزنن هی مثل دزد و پاسبان همدیگر رو نمیخواد تعقیب کنی، مثل فیلم موش و گربه کتچی بود این جری یا چی چیز تام اند جری، همدیگر رو هی تعقیب نمیکنیم. شما پیامتو میذاری، من پیام میذارم. بمانه ما این پیامگیری و اینها رو این همه گفتیم، هنوز نتونستیم به یه جایی برسیم که بدونیم چه خبر هست و چه نیست. خب بریم سراغ فولدری که گذاشتم اینجا. چه فولدری هم هست. اولیش آقای آریان پور امروز یک نامه‌ای برای من فرستاد که این نامه از ویسوادن آلمان آمده. گویا یک خانواده آمریکایی که اونجا دارن کار میکنن، بچه‌ای دارن که این بچه میره مدرسه. حالا این برنامه‌های ترامپ باعث میشه که حقوق، یعنی اون پولی کمکی که به اون مدرسه میکردن که بچه‌ها رو چند ساعت اضافه‌تر نگه دارن، اینها قطع میشه. یعنی آقای ترامپ که 11 میلیون دلار اگه اشتباه نکنم خرج این سفراش هست که میره فلوریدا و میاد، میگه این هواپیما که میره، افرادی که باهاش میرن، نمیدونم ساعت اینقدر پول این، ساعتی اینقدر پول اون، اینها 11 میلیون دلار خرجشه. یه پولی رو که میدن یه بچه ارتشی چند ساعت تو مدرسه باشه تا این پدر مادرش اونجا بتونه خدمت کنه، اینو کات میکنن تا این بدبخت مثلا بچه رو تنها بذاره تو خونه یا الاخر. ولی وقتی من آقای آریان پور جواب نوشتم برای این خانم امیلی بیولی، ایمیلشون برگشت، نوشت ایمیل ایشون انقدر پره که نمیگیره. و به نظر من کسی که فعال سیاسیه، یعنی فعال سیاسی نیست، کسی که اینجوری داره یک خدمتی انجام میده، یک کاری انجام میده، باید اونا رو هم اول ردیف کنه. همین حرفی که با آقای فرزاد عزیزی زدم، گفتم یکی از معضلات و مشکلات این دوستانی که اسم خودشون رو اپوزیسیون گذاشتن، نمیان ببینن که چقدر توانایی دارن، چه وسائلی دارن که در حد تواناییشون، در حد وسائلشون کارایی رو که میتونن انجام بدن. این دکتر ایران بومی حرف خیلی قشنگی زد، گفت هی به ما یاد دادن خواستن توانستن است. آقا خانم، خواستن توانستن نیست، خواستن بر نتونی آرزو به دل میمونی، خواستن در حد توان توانستن است. این درست. خلاصه اگر سیستمتون درست نیست، اگر امکاناتشو ندارید، فعلا قدم به قدم برید جلو و یاد بگیرید. این آخوندها این کارو کردن، موفق شدن. این آقای آرمن ساگینیان دیوانه اول آمده بود خیلی قشنگ و اینها به مردان نمیدونم بانو چی میگن، کدبان فلان، بانان فلان، حالا مستقیما دیگه فوش میده تو ایمیلاش که چون به این پول نمیدید که تو رادیو توکلی برنامه داشته باشه، بعد میگه شما فکر میکنید آقای توکلی نمیتونه با اونات آگهی بفروشد؟ ایشان میتواند. میگم آقا نمیتونه، اگه میتونست آگهی بفروشه تو احمق رو نمیبرد اونجا برای 5 دلار 10 دلار بهش بدی میکروفون دستت بده. نمیتونه، شده دیوونه خونه. در صورت آقای آریان پور ممنونم، ولی این ایمیل اینا کار نکرد. خب نوشته که پس از شاهان ایران و حرم سراهایشان، این مرد هندی مسیحی مذهب رکورد همه آنها را شکسته است. یک مرد و 39 همسر. من فکر نمی کنم 39 همسر رکورد بوده باشه، چون 80 خورده یا 100 خورده اینها را هم شنیده بودیم، عکساشو دیده بودیم، حرم سراها رو مال قاجار و اینها دیده بودیم. حالا این شاه بی زبون بنده خدا چون پسر خوبی بود، 4-5 تا قانونی، یه چند تا هم به اصطلاح این برانور آقای علم براش گویا زیر رو میکرده که ایشون مشغول باشه و حوصله‌اش از پادشاه بودن سر نرود. خانم طلا این ور، طلا خانم اون ور و الی آخر. این آقا هست که
مذهبی به اصطلاح مسیحی مذهب هندی، حالا من نمیدونم این تو چه کشوری هست که بهش اجازه میدن 39 تا زن داشته باشه، ولی نشون میده دو از دور زنا و بچه ها و اینها رو، و اصلا مثل یک مدرسه میمونه. اکثر بود آخر سال میگرفتن تو مدارس، بله همینجوری روی این پله ها میگفتن بشینین، آدم هایی که قدشون کوتاه‌تر جلو، آدم هایی قد بلند عقب و الی آخر. این رو هم دیدیم. حالا ممنونم از دوستانی که لطف میکنن. و اما ایشون نوشته که دوست گرامی، این ایمیل خوب شما آب پاکی بر روی همه ایمیل های بد ارسالی شما ریخت و شماره و به شما نمره 20 تقدیم شد. این رو آقای آریانپور برای یکی از دوستانش فرستاده. گویا اون دوست ما هم گاهی وقتی ایمیل هایی که میفرستاده خیلی جالب نبوده، ولی این بار یک ایمیلی فرستاده که آقای آریانپور گفته این ایمیل، این ویدیو به اصطلاح خیلی خوبه. این ویدیو هست، منم برای شما به صورت ویدیو پخش میکنم. امیدواریم که یوتیوب یقه ما رو نگیره. یوتیوب هفته گذشته یه اخطار به من، یه اخطار به آقای به ویدیوی آقای افشارها، یه اخطار به ویدیوی آقای عزیزی داده بود و باید یه کمی حواسمون باشه. بشنویم با هم. قرار بود با سواد شویم. اون به صبح زود بیدار شدیم، لباس فرم پوشیدیم، صبحانه خورده و نخورده، خواب یا بیدار، خوشحال یا ناراحت، با شوق یا به زور راه افتادیم به سوی مدرسه. آخر قرار بود با سواد شویم. روی نیمکت های چوبی نشستیم، صدای حرکت گش را روی تخته سبز رنگی که می گفتن سیاه است شنیدیم و به انتظار زنگ تفریح نشستیم تا نفس راحتی بکشیم. و وقتی که صدای زنگ آخر بلند می شد، چون پرندهی که در قفسش را باز می کنند، از شادی پرواز کردیم. آخر قرار بود با ثبات شویم. بند دوم انگشت اشاره من را زیر فشار قلم لک کردیم و هی مشق نوشتیم. به ما دیکته گفتند تا درست بنویسیم. گفتند از روی غلطهایت بنویس تا یاد بگیری. ما هم نوشتیم و یاد گرفتیم و جوانی من هم سفر شد با نگرانی، دلخوره، حرف مردم، شب بیداری و تارک دنیا شدن. کنکور شوخی نداشت. باید کار را تمام می کردیم و دانشجو می شدیم. قرار بود با ثبات شدیم. دانشگاه جزوه، کتاب، امتحان، نمره، معدل تمام شد. تبریک. حالا دیگر ما با ثبات شدیم. و حالا چند سوال که ذهنم را به خود مشغول کرده است. فقط چند سوال. به ما چقدر سواد رفتار اجتماعی آموختند؟ ما چقدر سواد فرهنگی داریم؟ ما چقدر سواد روابط شخصی و اجتماعی داریم؟ ما چقدر سواد دوست داشتن داریم؟ ما چقدر سواد انسان بودن داریم؟ ما چقدر سواد درک هنر و موسیقی داریم؟ ما چقدر سواد پدر شدن، مادر شدن، همسر شدن داریم؟ ما چقدر سواد هنر زندگی کردن داریم؟ و به راستی آیا واقعا ما با سواد شدیم؟ خیلی قشنگ و تشکر میکنم. نمیدونم این کی نوشته بود، کی اجرا کرد، ولی آقای آریانپور لطف کرده بودن، فرستاده بودن، هم از اون کسی که این رو نوشته، هم از اون کسی که اجرا کرده، درست کرده، و هم از آقای آریانپور ممنون. و یک نمره 20 هم از طرف ما بدین. حالا دوستانم اگه دوست دارن روی فیسبوک نمره 20 بدن به ایشون. و اما وکیل آیت الله خمینی در پاریس پس از 38 سال میگوید اشتباه کرده است. خب این رسمه. خیلی جاها یک کسایی، مخصوصا وکیلا، من چند تا فیلم دیدم در این باره که یک کسی رفت وکالت یک قاتل رو قبول کرد و رفت دنبال کارش و اینها، بعد فهمید که این قاتله حتی از این وکیلم سوء استفاده کرده و حالا به اصطلاح در صدد برآمده بود که بره حکم این رو که آزاد شده بود برگردونه، که اصلا خود اون یه ماجرای چیزی شد و الان اسم فیلم یادم نیست. ولی اینجا نوشته که وکیل آیت الله خمینی در پاریس
پس از 38 سال میگوید اشتباه کرده است. رادیو فرانسه در فرانسه رقابت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در واقع میان 5 شخصیت سیاسی راست و چپ به شدت ادامه دارد. در آمریکا 4 هفته پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، کشمکش‌های سیاسی علیه برنامه‌های دولت جدید هر روز افزایش بیشتری می‌یابد. لیبراسیون روزنامه چپگرای صبح پاریس به سراغ کریستیان بورکه و وکیل مدافع فرانسوی رفته است که به دنبال اخراج آیت الله خمینی از عراق و ورود او به فرانسه وکالت وی را به عهده گرفت و در رویدادهای دوران اقامت او در این کشور و ماجرای گروگانگیری در سفارت ایران در تهران نیز ایفای نقش کرد. کریستیان بورکه که با شرح نظرات و برداشت‌های خود را از آیت الله خمینی و انقلاب اسلامی به لیبراسیون میگوید تاکنون حاضر نبوده است در مورد خاطرات و نظرات خود درباره آن دوران حرفی بزند، اما اینک اعتراف می‌کند که از اینکه در این انقلاب شرکت داشته و به آن کمک کرده است امروز انگشت تأسف به دندان می‌گیرد. انگشت تأسف، انگشت تعجب ما دیده بودیم، ولی وقتی یکی متاسفه انگشت تأسف به دندان میگیره، شاید جدیدن اینجوری شده ما خبر نداریم. خلاصه میگه که کریستیان بورکه یادآوری میکنه که نه تنها در پاریس در کنار خمینی بوده، بلکه در تهران نیز او را همراهی کرده و در ماجرای گروگانگیری در سفارت آمریکا نیز همچنان در کنار رهبران انقلاب باقی مانده است. کریستیان بورکه تعریف میکند که امیدی که او را وادار کرد در 1978 در کنار خمینی قرار گیرد و در فرانسه و صحنه بین المللی او را برای سرنگونی شاه و رسیدن به قدرت یاری کند در سال 1982 یا 83، درست نمیتونم بخونم، به سراب ختم شد. او به کفای خود دریافت که آنچه که او به خاطر آن فعال بوده نهایتاً سرابی بیش نبوده و از این روز که اینک از کرده خود ابراز تأسف میکند. والا تا اونجایی که ما میدونیم وکلا یه پولی میگیرن، حتی طرف قاتله، میرن دادگاه یه کاری میکنن که این چی نشه. چجوری این آقا شیفته آقای خمینی بوده، مجانی کار کرده؟ حالا سعی میکنم از آقای بنی سرد در این مورد سوال کنم. ساعت 2:58 هست، اجازه بدید که من هم اسکایپ رو روشن کنم هم ببینم که آقای محبی به ما زنگ میزنن با تلفن یا با این آقای محبی هم با فارسی مینویسه چیزا رو. بله، اینجا دو تا داریم، یکی خانم دکتر محبی، یکی داریم پیروز محبی. آقای پیروز محبی همین دوستمون آقای محبی هستن که رادیو مادر در همین مریلند رو دارن و خیلی هم آدم فعالی هستن، با وجود که از من مسن‌تر هستن، ولی هر روز کار میکنن. کبابایی رو که بعضی رستوران ها میخورید ایشون کبابش رو درست میکنه و از این بابت خیلی معروفه. ببینیم میتونیم با ایشون صحبتی داشته باشیم. من از ایشون و اون آقای دکتر جمشید به اصطلاح میخواستم دعوت کنم راجع به فردوسی و آقای محبی. سلام. اوکی، باشه. آقای محبی ممنونم، ویدیوتون رو نداریم، با همین عکستون بریم یا؟ بله، من متاسفانه این دوربین درست نشده و برای اینکه البته با تلفنم که چیز هست در خدمتتون باشم، من زنگ میزنم خدمتتون. اوکی عزیزم، شما لطف کن ما زنگ بزن. مرسی. خب دوستان عزیز، آقای محبی با تلفن با ما تماس میگیرن، اینجا پس اسکایپ رو ببندیم. دوستان وقتی یه برنامه رو نمیخواین ببندید، برنامه ها بسته نمیشه، دروغتون میگن، باید برید اون پایین بزنید کویت. حالا دیگه ما نمیدونستیم بعد از کلوز کویت هم هست. حقیقتا میشه گفت اینجوریه، مثل اینکه درو ببندید یا درو قفل کنید،
این پدر سوخته‌ها رو باید در قفل کنی بندازشون بیرون. منظورم برنامه ها هست، یه وقت با آقای محبی داریم صحبت میکنی نباشه. اسکایپ اینجوریه، تلگرام اینجوریه، دیگه چه پروگرامایی هستن که شما وقتی هم خاموشش میکنی اون اکس قرمز رو هم زدی فکر میکنی خاموش شدی، ولی میبینی اون پایین برای خودش داره میچره و این چریدن اینها سرعت اینترنتتون رو کم میکنه، پروگرامای کامپیوترتون رو جاسوسی میکنه. جاسوسی حالا نمیخواد که شما بری جایی رو منفجر کنی این خبر بده، ولی میگه این امروز نگاه کرد برای این عینکه، این امروز رفت خودکار بخره، این امروز رفت نمیدونم قطره چشم بخره. همه اینها میدونید دیگه، الان فروشگاه ها میدونن شما کی لوبیا خریدی، کی عدس خریدی، کی اصلا زندگی بدی ساختن برای خودمون. در اصل من آقای محبی دو تا فیسبوک داره، یکی به نام خودشون هست، بذارید من براتون بیارم اینجا. آها، پیروز محبی. من سال هاست که صدای ایشون رو از رادیو شنیدم، از تلویزیون شنیدم، ولی هیچ وقت ندیده بودم ایشون تا یکی دو ماه پیش که همچین فرصتی پیش اومد سر برنامه‌های فیسبوک و لایو و اینها. ایشون تماس گرفت و ماشاءالله چون میگم فعال و پر جنب و جوشه، گفت من اصلا میام شما رو ببینم. گفتیم خب دیگه میشه نور علانو، نشستیم و آمدن اینجا، خودشون و همسرشون رو یک ساعت دو ساعتی با هم گپ زدیم. خیلی اهل دل اصفهانی دیگه، بعد هنرپیشه است. این هنرپیشه متاسفانه هنرپیشه قبل از انقلاب بعض وقتا این اسما رو خراب کردن. ایشون بازیگر تئاتره، با ارهام صدر و اینها 40 سال پیش بازی کرده، تو رادیو تلویزیون بوده و اینها، و قرار بود یک نمایشی رو هم اینجا به اصطلاح روی صحنه بیارن که به اصطلاح نمیدونم هنوز خبری نشده. خیلی کار مشکلیه، شما باید بگردی ببینی چه روزی هست که این روزه یه دفعه با نمیدونم قتل تو ایران، با نمیدونم فلان تو آمریکا، با تعطیلی بچه‌ها اینا نباشه. چون یه دفعه میبینی که ملت وقتی بهش میگی، میگه آقا اون دوشنبه که لانگ ویکند، شما شنبه و یه شنبهش برنامه گذاشتی، همه از شهر بیرونه. منتظر تلفن یا تماس آقای محبی هستیم، این صدا هم باز. تا اون موقع ما براتون این پرونده هایی رو که گذاشتیم یک کمی پرونده خودمون رو سبک کنیم. دیده بودید میگفت که پرونده شما زیر بغل منه، حالا اینم هم همینه. The best diagram، نه اینو نمیخوام. این گفتم اتون، من بعد از سالها که تو ایران میگفتیم دینام و استارت، با وجودی که رشتم برق بوده و میرفتم یه جایی این موتورهای بزرگ جنراتورها رو میدیدم، مخصوصا تو جهرم به جای جنراتور میگفتن دینام. من میگفتم چرا اینا میگن دینام؟ پدر خود من میگفت دینام، هیچ وقت نفهمیدم. حالا نگو این دینام یا داینامو همون اسم قدیمی جنراتوره که الان تو ماشینا دوستان دیگه جنراتور استفاده نمی کنن. جنراتور دو تا بالشتک داشت، وقتی این سرعتش کم، شما پشت چراغ خطر این برم و وایساده بودی، برق تولید نمی کرد و خودش حتی یه مصرف کننده هم بود، چون این بالشتک ها باید مغناطیس می شد. ولی این دینامای جدید، بازم دینام، آلترنیتور بهش میگن، هم کوچیک‌تره، هم دیگه اون افتومات یا رگولاتور رو بیرون نداره، ولی اگه میخواین عوضش کنید، یه جای عوضش کنید یا خودتون رو قبلش ادوکیتد کنید که بلد باشید. چون یه نفر رفته بود این کارو کرده بود، تمام سیم کشی ماشینش رو ریخته بود به هم، به جای رسیده بود که گاه من این ماشین رو میخوام بفروشم برای که اعصابم خرد شده. اینجوری نباشه، قبلش یه کمی بخونید، از چند نفر سوال کنید. این روزا که یوتیوب دنیای اطلاعات سر انگشتانتون، اگر شما هم مثل من انگشت یه انگشتی تعیین میکنید سر این دوتا انگشتتون. خب این عینک رو اگه خواستید به من بگید، شاید به امتحانش بیارزه. گفتم من فعلا اینو برای تماشای تلویزیون نگاه میکنم و خیلی راحته، تا میزنم همه چیز رو میتونم بخونم. هی به خودم امتحان میکنم که اینجوری باشه اینجوری باشه، میبینم اصلا فرقی نمیکنه، شده دوباره مثل اون موقعی که چشممون جوون بود. اینجا میتونم بخونم، اینجا میتونم بخونم و نمیدونم این سوراخ یا این سوراخ ها چجوری. البته خب خیلی سوراخ ها هست که کارهای مهمی میکنن، این گوش و دهن و بینی و چشم و اینها
اگه نباشه آدم مثلا زندگیش یه جور دیگه میشه. در هر صورت هنر باسواد شدن رو گفتیم، هنر زندگی کردن رو به ما درس ندادن، رفتار اجتماعی، روابط شخصی و اجتماعی، انسان بودن. ولی سالها پیش آقای تیمسار آریانپور با من مصاحبه‌ای که داشت، قبلش هم فکر کنم تو رادیو کیان ایران یا تو رادیوهای دیگه گفته بود، گفت بابا من توی ارتش ایران بودم، شما یکیتون بیاین به ما بگید که به ما درس وطن پرستی دادن، درس میهن دوستی دادن، بیاین بگید کجا درس دادن. حالا ممکنه دوستان باهایی بگن آقا ما هر هفته درس اخلاق، خب اونم پرویز صحن باهاییه، با الاغ عوضش کنی، صاحب الاغه میاد میگه آقا این کرخه رو بگیر الاغمو پس بده، چه درس اخلاقی این خونده؟ اینایی که مذهبی میشن درس اخلاق هم اگه بهشون بدی میشه این اون، بازم اسم خر میاد. و بعد خانم نیر من میگه شما چرا به خرها توهین میکنی؟ خب فرهنگمون اینجوری خراب بوده، خر عیسی چون به معکر بعد نمیدونم همان خر بازگردد و فلان، این همونه، اینا هم همینجوریه. چه باید کرد؟ کسی نداریم. به این الدنگ آرمن ساگینیان میگم آقا تو یه پول بازنشستگی داری؟ داری برای خودت وقت میذاری و نمیدونی چه کسایی روبرود نشستن، بعد الان ازشون انتظار داری بیان به تو کمک کنن که چه کار کنی؟ که بری تو رادیو صحبت کنی؟ این همه صحبت کردن قبل از تو، آدمای دانشمندتر از تو، بهتر از تو، به کجا رسیدند که حالا مردم به حرف تو گوش کنن یا حرف من؟ اگه برنامه‌ای داری همین با ایمیل بفرست. همین منم که ممکنه مخالفت باشم، اون برنامه رو وقتی ببینم میگم بابا برنامه خوبیه، میام به 4 نفر دیگه میگم، به 5 نفر دیگه میگم، اون 5 نفر به 5 نفر، اون 5 نفر به 5 نفر، همینجور 5 تا 25 تا 5 تا 25 25 5 تا 7 چقدر 125 تا، حساب کنید ببینید به کجا میرسه. راستی این کار تو ایران چی میشد؟ تساعدی میگفتن، میگفت همینجوری تساعدی بالا میره. در هر صورت اینم از این ماجرا. راجع به تساعدی بالا میره یک چیزی دیدم که نرخ‌ها رو در زمان شاه و اینها نوشته بود، اگه بتونم براتون اون رو پیدا کنم و اینم اینجا رو این صفحه گیر کرده بذارید براتون عوضش کنم تاریخ و اینها بیاد. و ضمناً بله شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، هیچ چیزی هم لازم نداره، این روزا با تلفن دستیتونم من میتونم براتون برنامه رو راه بندازم، به شرطی که بخواید و توانش رو داشته باشید. خواستن در حد توان توانستن است، خواستن در حد نمیدونم رویا و آرزو میشید مجاهدین. بعد از 50 سال حالا آویزون شده به حتی ویدیوهای خود آخوندا، میره تو تلویزیون آخوندا ویدیوهاشون میاره با لوس و نونوربازی، حالا میخوان اینو یعنی جوک بکنن. اولا بیننده گیج شده، نمیفهمه که این مال آخونداست یا مال شماست. احمقی که این کارو میکنه، طرف که اینو میبینه میگه آقا عجب ایران آزاده، نگاه کن چه شوهای خودشون میذارن. نمیدونه حالا اینها یه پروگرام خریدن 100 دلار، پروگرامای ویدیو این روزا شما 100 دلار که می‌خری با این برنامه شما میتونی بری بشین پشت اینجا یه دف وایت هاوس باشه. بیا الان من برای شما میبرمتون میشینیم جلو مجلس، ببینم کجا هست این مجلس، گذاشتمش اینجا. بله رفتیم جلو مجلس، فیلم ایرانی ها رو میذاره اون پشت، خودش میاد حالا یا به صورت آخوند یا به صورت فلان مسخره بازی میکنه. هدفت چیه آقای مجاهد؟ آقای علی آقا که از من قهر کردی، آقای فیلابی، علی کانادا رو میگم، آقای مهرداد عزیز، هدفتون برنامه‌تون چیه؟ به ترامپ آویزون شده بودید، برگردیم اون قشنگتره اون رنگا و اینها، پلیر سه فکر کنم باشه، به ترامپ آویزون شده بودید که ترامپ هم یکی میخواد که کارهای خودشو، کسافت کاری خودشو چیز کنه. آقای پیروز محبی به نظر میومد گرفتار هست، کار داره، و ای کاش همون گفتم به جای بیلاخ به هم دیگه دادن یا به جای اوکی به هم دیگه گفتن بنویسین که سوربی من خودم تا 3:30 برنامه دارم، 3:30 میاد. روزگار غریبی است نازنین. آقای محبی من تو ویرجینیا، شما تو مریلند، من شیرازی، دیگه از فارسی من فارسی تر نداریم، شما اصفهانی از فارسی شما هم فارسی تر نداریم، دوتامون نزدیک همدیگر رو نمیفهمیم،
نمیتونیم یه قرار بذاریم. خب وقت چجوری انتظار داری شما میخوای 80 میلیون از اینجا درست کنی به مردم میمیسی بیاین به کمک همشهریاتون هموطنانتون در اهواز؟ آخه چجوری آقا اهواز که میگید خاکه، دارن مردم خفه میشن، آخونده که میره اونجا ماسک میزنه و خودش به در سوخته میگه این خاک عراقه، خاک قبر حضرت علیه. با اگه خاک قبر حضرت علیه بذار بره تو دماغت و تو ریت، اونا اونجوری ما هم خودمون اینجوری بلد نیستیم. آقا اول یاد بگیریم الف باشو. درسته الان روش جدید فارسی دیگه الف بار یاد نمیدن، کلمه به کلمه یاد میدن. یادتونه اون وقتا الف تا یه رو بار یاد میگرفتیم، بعد که تازه الف تا یه رو یاد میگرفتیم میمدن میگفتن آب، میدیدیم آقا این الف آب نیست که، قاطی بود. روش جدید که آمد همون آقای دکتر گنجی، آقای حسین بهشتی، اون آیت الله بهشتی و اون یکی دیگه من گفتم قفاری دوستمون نوشت، نه قفاری نبوده، اینا که درست کرده بودن یه روش جدیدی گویا کپی فرانسه هم بود. اون میومد میگفت آب، باور کنید تو کلاس عکس آب هم تو لیوان کشته بود، بعدم میگفت آب آب، اینجوری یاد میگرفتیم. ما الف با و آب و نون و ایناشو یاد نگرفتیم. سنگای بزرگ برمیداریم، سنگای بزرگ، خودمون خسته میشیم. کسی که همراهمون داره میاد هی یه دوبار میدیم دستش، میگیم اینو بگی تو من بند کفشمو ببندم، دستت که دروغ میگیم بند کفشونم باز نیست، اون بند خدا رو خسته میکنیم، آخر کارم این سنگ میفته رو پای خودمون و اون دوتا آدم لنگ، دوتا آدم سالم که میخواستن یه سنگی رو ببرن بزنن تو سر یه کسی، خودشون همدیگر رو لنگ کردن. بعدم میگیم هرچی سنگه برای پای لنگ. اینم از این. خب ما حالا هستیم، ببخشید این آلرژیه که دماغ آدم میخاره، نه البته موی دماغ هم بی اثر نیست. بله وکیل آیت الله خمینی که اونو گفت. و اما 30% از مصرف کنندگان الکل در ایران زنها هستند. باورتون میشه؟ یه دفعه یه دوستی ما داشتیم اینجا تو کار رادیو تلویزیون بود و اینها، بعد رفت یه مدت خبری اش نشد، بعد یه دفعه زنگ زد به من، شماره تلفنی هم که نشون میداد مال 703 بود، هم که خیلی از لحاظ تکنیکی عقب، گفتیم که شما برگشتی؟ گفتم نه من نشستم نمیدونم یه جای شمشک جاجرود کجا میگن، این شعر مال تاجیک چی بود، یادت میاد تو میگون با هم نشستیم یه جای اینجوری؟ گفت. گفتم ای خوش بگذره. گفت آره داریم آبجو هم میخوریم. گفت ای شما تو ایران آبجو هم میخورید؟ بعد گفت بله بابا اینجا خانم ها آبجو و قلیون و اینها چند قدم از آقایون جلوتر هستن. گفتم ولی این شماره تلفن شما نشون. گفت خب کارتی که خریدم مال اونجاست. آقای صبحی شما چقدر از تکنولوژی عقبی. گفتم والا چه بگم، خدا رو شکر که شما گفتی که ما اقلا قبول کنیم. در هر صورت بیایم این وبسایت اینا رو ببینیم که چی نوشتن. 30% از مصرف کنندگان الکل در ایران زن هستند. در سال 91 سند ملی الکل در کشور معرفی شد. سند ملی که بر اساس آن بیش از 1 میلیون نفر در کشور الکل مصرف میکنند. مصرف کنندگان الکل در ایران 30% زنها و 70% مرد هستند. البته به طور کلی در جهان مسمومیت با الکل در مردان بیشتر از زنان است. با این اوصاف با توجه به 30% مصرف کننده زنی که در کشور ایران وجود دارد، هنوز هیچ زنی به مرکز ترک اعتیاد الکل مراجعه نکرده است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهرخانه، 3 سال قبل بهزیستی به صورت آزمایشی اقدام به راه اندازی مرکزی برای ترک الکل کرد که مجوزی نیز در این خصوص به یکی از مراکز تهران داده شد، اما وزارت بهداشت فعالیت در این زمینه را به عهده گرفت و قرار شد مراکز ترک الکل با مجوز وزارت بهداشت راه اندازی شود. یکی از انواع اعتیاد که آثار مخربی بر روح و روان مصرف کننده دارد اعتیاد به الکل است که عوارض جبران ناپذیری از جمله
پرفشاری خون یا از جمله فشار خون، سیروز کبد یا سیروز کبدی، مشکلات، نمیدونم من این کلمه رو تا حالا فارسی ندیده بودم، مشکلات قلبی، پرخاشگری، افسردگی های مزمن و در انتظار مصرف کننده و در انتظار مصرف کننده آن است. از سوی دیگر از الکل به عنوان سومین عامل تصادفات رانندگی در کشور و نخستین عامل خطرساز انسانی در این زمینه نام میبرند. علاوه بر این نقش الکل در خشونت خانگی یا خانوادگی، کودک آزاری، همسر آزاری در جهان ثابت شده است. به عنوان نمونه بیش از 70% از همسران مصرف کنندگان الکل سابقه تجربه همسر آزاری دارند. امیدواریم اگر کسی به الکل معتاد هست، اعتیاد داره، خودش یا فامیلش یا دوستانش بهش بگن و بره دنبال جایی بگرده که بتونه ترک اعتیاد کنه. توی آمریکا هستن جاهایی که، حالا تو ایران هم که میگه هست، در صورت اینم یکی از معضلات. و الی آخر، نامه رستورانداران به مجلس در اعتراض به انحصار نام غذای اکبر جوجه به یک شخص. میدونید که این اکبر جوجه، منی هم که بلد نیستم میدونم که گویا تو شمال یه قهوه خونه هست مثلا، یا اصلا جوجه میپخته میداده به مردم، حالا دیگه این با اسم اکبر جوجه معروف شده. حالا من نمیدونم، این میگم تو ایران بیدر و پیکره، همونجوری که بهتون گفتم اون خانمه با اون سنش میاد میگه که من تفنگ رو دوش گرفتم رفتم جنگیدم، یا میگم مالو من مأمور حکومت نظامی بودم، نه موقعی که اعتصاب و اعتراضات میشد تو خیابون ما تفنگ رو دوش آقایون دیدیم، چه خاصه رو دوش خانم ها. اینا با گل می اومدن، گلا رو میدادن، سربازا وای میساد زار زار گریه میکرد. بعد میره دم استانداری میگه ما آب میخوایم، نون میخوایم. من نمیفهمم والا، بلد نیستم، بیان شما من بگید آقا اگه کسی آب میخواد، نون میخواد، اداره آب، سازمان آب، سازمان برق، شهرداری و الی آخر. ولی اینجوریه آخه، شما اگه میخواید اسمی خوراکی رو عوض کنید که اون حالت انحصاری رو نداشته باشه، من نمیدونم مجلس چه کار است. نامه به مجلس می نویسن، خب این باید بیزینس یا سندیکای رستوران داران یک چیزی داشته باشه. مثلا اینجا یه نفر اومده سیدیا و دیویدی های جدید برای که بتونه با کیفیت بهتری نشون بده، دیویدی که اون موقع این دیویدی ها چهار یا نزدیک به 5 گیگابایت، البته این سیدی اینا چیز داشت، حجم داشت، اینو فکر کنم کردنش دو برابر. بعد آمد اسمشو گذاشت بلو ری، یعنی حالا ری که میدونید، ری این چی میگن، اشعه رو میگن ری، مثلا اکس ری که میگفتن اشعه اکس بوده، اون موقع نمیدونستن چی گفتن اشعه اکس، لیزر بعضیا ری فلان بمانه، بلو ری. ولی باید نمیتونه کلمه بلو که همه استفاده میکنن این ور داره بگه این منحصر به منه، ورداشته ایشو ورداشته کرده بی ال یو، هم من هم شما وقتی میخونیم میگیم بلو، ولی این بلو با اون بلو فرق میکنه. حالا این ماجرای اکبر گوجه و اینها هم خیلی جالبه، و اگر کسی این سیستم، این چیزها رو تو ایران میدونه چجوری هست، چجوری انجام میشه، اگه برای ما توضیح بده خب ممنون میشیم. بیایم اینجا کمرای 3 که شما خودتون این خبر رو ببینید، و یه وقت فکر نکنید خدایی نکرده ما هم فیک نیوز هستیم مثل ترامپ. نامه رستورانداران به مجلس در اعتراض به انحصار نام غذای اکبر جوجه به یک شخص. جمعی از رستورانداران کشور در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به اقدام اداره مالکیت صنعتی نسبت به در اختیار قرار دادن مالکیت نام یک غذای محلی به یک فرد اعتراض و بر لغو این اقدام تاکید کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از جمهوریت در بخشی از این نامه آمده است، غذای محلی و معروف اکبر جوجه از دهه 40 در نواحی شمال کشور و در مجالس رستوران‌ها به عنوان غذای محلی مانند سایر غذاها از قبیل میرزا قاسمی، جوجه ناردون یا ناردون، نمیدونم فسنجان دهنم آب افتاد دوستان،
و بسیاری دیگر از غذاهای محلی مورد طب قرار میگیرند. اما متاسفانه اداره مالکیت صنعتی، این اداره مالکیت صنعتی میدونید چیه؟ اینجا شما حالا وقتی رفتید مثلا مکدونالد یا اسمشو وقتی یه جایی میبینید نگاه کنید، وقتی مینیسه مکدونالد و فلان، بعد یه چیزی بغلش مینیسه یا مینیسن تی ام یا مینیسن آر، یعنی رجیسترد، یا بذارید ببینم پیدا میتونم بکنم یه چیزی که اینجا باشه بهتون نشون بدم. بله ببینید مثلا این سازدهنیه دیگه، ولی این کلمه رو نگاه کنید کوچولو، بغلش نوشته آر، یعنی این اسم رو ببینید یه کمی کوچولو 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 اون پایین نوشته آر، یعنی این اسم قو، اسم قو، قو میوزیکال اینسترومنت، یعنی وسایل موسیقی قو، اینو یه نفر رفته پول داده ثبت کرده، به ثبت رسونده و رجیستر کرده که دیگران این اسم نداشته باشن. دلیلش هم اینه که بعدن اگه خوب شد سربی هم نره بنویسه دیدید الان این سونای قم تو فروشگاه ایران نگاه کنید نوشته ما حاجی فلان فلان هستیم، دیگران قلابی هستن. میگم خب آقا اونی هم که قلابیه میریم اینسه، من حاجی فلان اصل هستم، دیگران قلابی هستن. باید یه سیستمی بیاد، گویا این سیستم تو ایران هم داره را میفته، ثبت نام میکنن، مینویسن، اسمو به ثبت میرسونن، امتیازش رو میگیرن. ببینید مثلا نوشته کوکاکولا بعد یا تی ام نوشته ترید مارک یا نوشته آر، و اینا رو بیشتر دقت کنیم. من خیلی وارد نیستم ولی میدونم وقتی یه چیزی میسازن و اینا اینجا کلی پول خرج میکنن، وکیل میگیرن، سالها بعض وقتا میدونن تا حق امتیازشو بگیرن، اون بهش میگن چی که ثبتش میکنن، خدایا پتنت، پتنت تو ایران چی میگفتیم یادمون رفته. و اما آقای مسعود سهیلی شاعر نویسنده است و آدم خوبیه، من ایشون رو یک بار ملاقات کردم ولی چندین بار تلفنی صحبت کردیم، با ایمیل در تماسیم، برنامه یه دو بار براش درست کردم توی تلویزیون مردم وقتی شعراش فرستاد و اینها. بمانه گاهی وقتی یه چیزایی می‌نویسن مثلا نوشته می میزد، دود میزد، ولی عمیقا عاشق ایران باستان بود. اینو درباره کی گفته؟ درباره شهریار. من میگم آقا چرا دوما شما میان مینیسید قبل از مرگ اجباراً او را مسلمان طرفدار امامش کردن؟ بابا اینجوری که شما مینیسید به این بی احترامی میکنید، وقت به من اجازه میدید که بگم خب آدمی که عرق میخورده مثل که اینجوری که شما نوشتید دودی هم میزده، خب مجبور بوده، ولی اگه این شاعر آزاده بود فلان، نه اگه نمیخواست مسلمون باشه مسلمون نمیشد، اگه نمیخواست بنده امام باشه بنده امام نمیشد. نکنید، ننویسی اینا رو الکی پخش نکنید برای دیگر، چی کار کنیم ما؟ موامون سفید شده از دست شما. اینا دوستان آرمن ساگینیان، ببینید این احمق چی نوشته. اگه من به این میگم احمق، برای که به نظر من ایشون احمقه. حالا شما فکر میکنید ایشون پروفسور دانشگاهه، تازه پروفسور هم داریم که احمقه. برید دنبالش نگاه کنید، نوشته شنوندگان رعیت صفت گرامی، از این بر توهین میکنه. بعد اینجا نوشته چرا من به شما میگویم رعیت، ببین پس هودگیری میکنم، نتیجه رو میگه هودگیری، پس هودگیری میکنم که به راستی یا رعیت هستید یا رعیت صفت. چرا؟ چون به ایشون پول ندادید که ایشون تو برنامه رادیویی شرکت کنه، بیاد وایسه حرف بزنه. چه حرفی بزنه؟ بگه من نامه نوشتم برای رئیس 100 تا دانشگاه که بیاین آبگوشت دیزی بپزید یا بخورید. نمیدونم این آقای پیروز محبی نکنه به یه تلفن دیگه زنگ زدی، چون ایشون 4 تا 3 تا تلفن از من داره، ولی این تلفن 202-695-2573 ما با هم قبلا صحبت کردیم، احتمالا کار داره چون اونجایی که بود دیدم سر و صداست. و یه وقت دیگه، الان ساعت 3:30 و من از اون 90 دقیقه‌ای که گفتم 90 دقیقه با سربی دارم بیشتر میرم، البته 15 دقیقه‌اش رو زدم پای اون دوستمون که از حزب خران یا نماینده خران بود و صحبت کرد، ولی بازم دارم تلاش میکنم اینو یه سری چیزایی که مونده اینجا چیز کنم. آها همین بود دیگه، مال شهریار کجای بلبل، اون آرمن ساگینیان که به نظر من ایشون یک بیمار روانی هست و باید یک کاری برای خودش انجام بده. و اما روز دوشنبه که ما برنامه نداشتیم، اینجا
پرزیدنت دی بود، یعنی روز رئیس جمهور. البته امروز حقیقتا تولد اصلی چیز هست، جورج واشنگتن، ولی اینا دو روز پیش تعطیل کردن که بتونن دوشنبه و یه شنبه و شنبه رو بچسبونن به هم، از جمعه ظهر هم هیچ کار نمیکرد. همینجوری اینجا مثل ایران خودمونه و خیلی جاها، مثلا ببینید اینجا یه سینی زده به یک دیوار، نمیدونم رستوران خونه است چیه، نوشته که خیلی قشنگ، ببینید کامرای سه دیدیم اینجا، آها ببینید نوشته not our president، یعنی این ترامپ رئیس جمهور ما نیست. همین پتیک دوست خوبمون یه ایمیل دیگه برای من فرستاده بود، تو اون نوشته بود که ما امروز 44 تا پرزیدنت رو جشن میگیریم ولی پرزیدنت 45 مال ما نیست. اونم خیلی قشنگ بود. آقای آریانپور یه سری چیزای قشنگ فرستاده که اگه وقت کنم اونا رو بهتون نشون میدم. آها بذارید ببینم اینه، آها اینه، گفتم بهتون 45 تا نوشته که we will be closed on Monday February 20th in observance of 44 out of our 45 president. این observe کردن و اینها همون حالا ادای احترام و اینها هم هست، روزایی که خبری هست. نوشته ما به احترام 44 تا پرزیدنت امروز بستیم، نه پرزیدنت 45 که این دیوانه روانی باشه. و اما میگه امروز اهواز تمام ایران است. خب خیلی هم خوب، شما هم نوشتی، این یه شعاره که شما داری میدی. اگر اینو نوشتی فرستادی برای 10 از دوستات، 6 تاش به شما گفت من بلند شدم رفتم اهواز، اون وقت شعار تبدیل به عمل شده. تا اون موقع اینا هیچ فایده ای نداره. به قول معروف بذار لب کوزه و آبشو بخور. راستی چرا؟ این برای این بوده که بعض وقتا دعا رو میذاشتن گویا لب کوزه آبشو میخوردن، یا میگفتن اینو بنداز توی ظرفی، نمیدونم چی بود، که چیزی که به درد نمیخورد افتضاح بود، میگفتن برو آقا بذار دم کوزه آبشو بخور. اینم از این. و اما آقای کارتر، جیمی کارتر، من قرار بود با ایشون مصاحبه کنم، به جای اون رفتم یه جای دیگه، همیشه هم پشیمونم چون الان دیگه حالش خیلی خوب نیست. اون موقع بود که یه کتابی نوشته بود، جورجیا بود، آتلانتا، و وقتی من تماس گرفتم با دفترش، خیلی هم خوب اون خانمه به اصطلاح قبول کرد، با وجودی که ایرانی‌ها تو کالیفرنیا به این بنده خدا فوش میدادن و اذیتش کرده بودن، ولی قبول کرد که من باهاش مصاحبه کنم. بعد نوشتم که ساری نمیتونم بیام، کار برام پیش اومد. بله اینجا نوشته که what we have in our democracy، میگه که اون چیزی که ما توی این حکومت دموکراتمون داریم now is an oligarchy یا oligarchy، نمیدونم، where the rich people have a powerful influence more than the average person does. میگه که ما این چیزی که الان داریم این دیگه دموکراسی نیست. توی دموکراسی اون آقای فقیر با اون پولدار باید به قول دوستمون یه نوع پالون داشته باشن، و چقدر این قشنگ و گاه پالون رو برای خر نمیگیرن، که شما پالون رو برای خودت گرفتی، اون که پولدارتره پالونش بیشتره و تزئین داره و نرمتره، ولی اون خره که اون پشتش همون پشته. بمانه میگه که این پولدارا بیشتر از بی پولا حق دارن، و کاملا هم میبینید شما که هر کسی پول داره میتونه بیشتر تبلیغ کنه، میتونه بیشتر با مردم در تماس باشه، میتونه بیشتر گولشون بزنه. تک و توک این وسط آمدن، اونم با یه روشایی، و احیانا بازم یه پولداری پشت سرشون بوده. میگه که خاک بر سر این گروه که به جای خاموش کردن آتش افروخته شده در دورانی که یک دیوانه زنجیری به نام ترامپ در رأس دولت آمریکا قرار گرفته است. بذارید ببینم این، فکر کنم آقای محبی باشه. سوربی هستم، بفرمایید. سوربی درود بر شما. من هر چقدر سعی میکنم که حضرت عالی رو بگیرم موفق نمیشم. الانم داشتم یکی از برنامه‌هاتون رو روی فیسبوک میدیدم در مورد سینما ریکس. بله بله.
بله، بعد حضرت عالی زنگ زدی، من اشکالم هم این بود که روی دسکتاپ دوربین ندارم، ولی با تلفنم هر چقدر سعی کردم حضرت عالی رو بگیرم نشد. خب ما حالا خوشحالیم که با هم هستیم، لطف کنید اگه صدای اونجا هست اون برنامه رو ببندید تا چند دقیقه با شما باشیم. خواهش میکنم، بفرمایید. بله، من داشتم به دوستان میگفتم که آقای پیروز محبی رو من سالهاست میشناسم، بعد از طریق رادیو مادر با خودشون آشنا شدم، با هم صحبتی داشتیم و اینها، و یه دوستی اونجا هست آقای دکتر جمشید، نه؟ جمشید، آقای دکتر جمشیدی. بله. بعد من برای شما یه بار نوشتم که چون میبینم که اصلا شما عکس وبسایت تو فیسبوک تو اینها عکس فردوسی هست، من بارها از چندین نفر، از اون آقای پروفسور انصاری تا اون آقای هومر آبرامیان، از همه اینا سوال کردم آقا بیاین به ما بگید اگر شما باور دارید واقعا اون چیزی رو که فردوسی گفته، نمیدونم بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی، برای من توضیح بدید، ببینید چجوری به من بگید اون موقع فردوسی چند سال بعد از اسلام به اصطلاح دنیا اومده، اون اگه 1000 سال پیش بوده میشه 400 سال بعد از حمله عرب ها به ایران، تو این 400 سال چی شد؟ ما مسلمان شدیم، عربی صحبت کردیم، بعد فردوسی در شهر توس که اون موقع دهی بوده نشست یک کتاب نوشت، چجوری شد ما همه فارسی صحبت کردیم؟ اگه در این مورد شما میخواید صحبت کنید خوشحال میشم، اگه نه در هر موردی که خودتون دوست دارید فکر میکنید اون تاپیک و موضوع روز هست در اون مورد صحبت کنید. ضمن من بارها دیدم شما به عنوان یه ریپابلیک در آمریکا خودتون رو معرفی میکنید و میگید من طرفدار ریپابلیکنا هستم. آیا ترامپ رو ریپابلیک میدونید و طرفدار ترامپ هستید، یا این رو یک به اصطلاح چی میگن، یک موجود جدیدی میدونید که نمیدونید باهاش چه کار کنید و باید صبر کنید ببینید چه خواهد کرد؟ من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست. دوستان عزیز، با آقای پیروز محبی هستیم از رادیو مادر از مریلند. بفرمایید. ابتدا من خدمت شنوندگان و بینندگان مردم تیوی درود میفرستم و چند تا سوال شما مطرح کردید که ابتدا در مورد فردوسی بود که بنده بضاعت این رو ندارم که در مورد استاد سخن حکیم فردوسی حرف بزنم، یعنی اگر به حرف بزنم فکر کنم توهین باشد به ساحت استاد سخن. این در مورد آقای فردوسی. البته شنوندگان و بینندگان مردم تیوی میتونن توی برنامه‌ای که روزهای دوشنبه به صورت زنده ساعت 9 شب آقای دکتر رستم جمشیدی دارن بیان و در این مورد اگر خواستن سوالی دارن، و البته من این سوال رو اینان مطرح میکنم و بارهایشون پاسخ این قضیه رو دادن، ولی میگم من بضاعت اینو ندارم از نظر سوادی که در مورد فردوسی سخن بگم. این جواب سوال اولتون. و اما در مورد حضرت پرزیدنت ترامپ، بله بنده جمهوری خواهم و شدیدنم جمهوری خواهم. چرا؟ برای اینکه هرچی در زمانی که خودم رو شناختم و یادم میاد این دموکرات ها مملکت ما رو به این مصیبت دچار کردن. علتش هم این بود که شاه فقید ایران 5-6 سال قبل از، البته این داستان رو همه میدونن و گفتنش هم باعث به اصطلاح این میشه که آدم یه چیزی تکرار بکنه، ولی خب خلاصه چون با سوال فرمودید، 5-6 سال قبل از این مصیبت شاه ایران اعلام کرد که آقا ما در سال 1979 چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم نفتمون رو به قیمت معقول بفروشیم، بلکه مردم مملکت ما مثل ژاپن، مثل سایر کشورهای مترقی بتونن از مثلا مزایایی که نفت براشون داره استفاده کنن. همین باعث شد که کمپانی های نفت که یکشون همین الان
وزیر امور خارجه هست آقای، حالا اسمش هم یادم رفته، ریکستون هست یه همچیزی، بله میدونه، بله اگزان، ایشون و بعد شل و اون پی بی که پتریش بریتیش پترولیوم بود، به ایرانیا به دروغ گفته بودن بنزین پارس قدیمه. اینو دست به چی کردن و یک سیاستی رو تدوین کردن که قبل از سال 1979 شر این مصیبتی رو که خودشون تو مملکت درست کرده بودن، یعنی در واقع سال 1945 که مصادف بود با 1320 شمسی، شاه رو خودشون با دست خودشون در ایران گذاشتن، اینا پشیمان بشن و یه برنامه بزن که من فکر میکنم در این توطئه هم شاه در جریان بود، هم شهبانو در جریان بود، هم تمام به اصطلاح این سران مملکت، چون اینها، اینهایی که جهان رو اداره میکنن یک خانواده هن. در حقیقت الان مثلا خامنه ای و داره دسته خمینی هم خودشون جزو این خانواده هن. یعنی این خانواده به منافع هم دیگه لطمه نمیزنن. اون چیزی که اون بلایی که به سر ما اومد در مملکتمون، ما حسن هم دستی همین ها بود. من اگه بخوام راجع به مثلا تلویزیون و آقای رضا قطبی در صحبت کنم، چون خودم کارمند رادیو تلویزیون بودم، شاید مثلا چند ساعت وقت شنونده های و بیننده های مردم تیوی را بگیره. من در اونجا بودم و می دیدم که آقای قطبی و خانمشون، خانم افشار که سرپرست ارکستر مجلسی بودن، چه سیاست هایی رو اعمال میکردن، به خصوص در جشن هنر شیراز، به خصوص در به اصطلاح اداره سازمان رادیو تلویزیون، که داشت مملکت رو به طرف همین انقلاب سوق میداد، یعنی کمک کردن. اینکه مثلا شما روز اولی که این تظاهرات در اصفهان، من بودم اتفاقا، یه جلسه بود با محمد علی کشاورز و چند تا بچهای تئاتری دوستمون توی اداره تئاتر داشتیم، به من زنگ زدن گفتن که یه آقای به نام تیمسار ناجی اومده و میخواد حکومت نظامی اعلام کنه. گفتم که حالا من اون موقع مسئول حفاظت رادیو تلویزیون اصفهان بودم، ولی کار اصلیم کار تئاتر و سینما اینا. گفتم که شما بفرمایید که بهشون، هیچ کاری نمیتونم کنم تا من تماس بگیرم و ببینم داستان چیه. منظور تعداد آدمایی که در سطح شهر داشتن شعار میدادند و فحاشی میکردند و اینا 20 نفر، 20 نفر هم خودشون قایم و دایم و با همین رو میرم پاکت تو سرشون کردن و چشم درست کردن اینا. وقتی من اومدم و چند ساعت طول کشید تا با آقای جعفریان تماس گرفتم و اینا، و آقای جعفریان به من گفت تو من یا حکومت نظامی را میدونی یا نمیدونی؟ گفتم نه نمیدونم. گفت آقای رضا ناجی الان شاه اصفهانه و شما کار این نیستی، تلویزیون و امکانات و پرسنل و همه در اختیار اونا، نگه حقوق میکنه اینا، حقوق نباید اون بده. خب پس بس آقای قطبی کجانگان، آقای قطبی در رفتن رفتن آمریکا. منظور این 20 نفر رو، من یه دوستی داشتم در ساواک، روح شاد، این اهل هنر بود به نام سرهنگ هوشمند، خیلی ایشون علاقه داشت به گلها و موسیقی مثلا اصیل ایرانی، یعنی هر گلهایی که تولید میشد بعد یه نسخه نوار ریل برایشون ما میفرستادیم، خودش هم بند خدا نوارا رو میخرید از یک ارمنی بود توی چهارباغ اصفهان و اینا رو میفرستاد تلویزیون که ما اصلا بازم یه دقیقه حق داشتیم تأخیر کنیم در این. خب بابت این کار ما از ایشون متوقع بود. زنی داریم گفتیم جان سرهنگ من در سطح شهر یه 20 نفر راه افتادن جارا جندارا راه میدازن و حکومت نظامی هم هست، ولی کسی کاری به کاری اینا نداره.
و آقا شخص اعلیحضرت به این آقای ناجی در اومدن گفتن بله شما برین در سطح شهر و حضور داشته باشید، اما خون از دماغ کسی نیاد. گفتم خب خون از دماغ کسی نیاد که فردا این باید بیسته میشن دیویستا میشن 5000 تا 100000 تا 1,000,000 نفر و همینطور شد. یعنی در واقع ساواک به اضافه ارتش به اضافه بقید یه سری آدم های ساده و بهتر است بگیم که نادان مثل خود بنده فکر کردیم که نه آقا آدم های میهن پرست آدم های نمیدونم کسایی که ایران را دوست داشته باشن زیاد هستن نمیذارن این اتفاق بیفته. توده‌ای و نمیدونم کمونیست و مصدقی و هر کیم ناراضی بود خلاصه دست به دست نبودن این مصیبت رو درست کردن به کمک همین آقای کارتل که شما داشتین الان عکسش نشون میدادین تو تلویزیونتون، همین آقای بادم فروش، این آقا البته این هم خودش کاره نبود، این کی این سیاست بهش حق نمیکرد؟ همون شرکت‌های نفتی، همون کمپانی ها، همون نمیدونم هفت خواهران، هفت برادران، همون هایی که دنیا رو دارن میچپند و میبرند و معلومم نیست چه نقشه کشیدن. این داستان آقای ترامپ از روزی که اومد گفتم دو حالت داره، یا اینه که این آقای ترامپ با این خانم هیلری کلینتون رفیقن، قرار است جمهوری خواه ها رو به افتضاح بکشند، اینا علمش کردن با پول و با قدرت رو دارن حمایت شن میکنن. امروز دیدم امروز بود یا دیروز دیدم تو خبرها نوشته بود که ستاد هیلری کلینتون خیلی کمک کرده به بوش پسر جف بوش و نمیدونم یه عده دیگه از جمهوری خواها که اونا بیان به اصطلاح به میدان توی رقابت اصلی، چون واقعا همه شون روی آقای ترامپ شناخت داشتن که ایشون یک آدمی هست که بدون اینکه فکر کنه تصمیم میگیره، از سیاست کاملا چیز بی اطلاعه، بیان در حد منه در حد منه، وگرنه یک رئیس جمهور یک کشور ابرقدرتی مثل آمریکا، حالا به ذم من نادان، این حد اقل باید تحصیلاتی در زمینه سیاست داشته باشه، سوابقی توی مجلس سنا داشته باشه، روابط بین الملل بدونه. ببینیم مثلا این بود یه دستور بهش که آقا هرچی آدم این خلافکاره و نمیتونم غیر قانونی یا توی من بکرد باید برن. آخه مرد حسابی تو میدونی چه اتفاقی میفته؟ میدونی که اصلا چرخ اقتصاد آمریکا میخوابد اگه این اسپانیشا نباشن، این مکزیکی ها نباشن. خب زمانی بوش اومدن و چیکار کردن؟ اومدن گفتن آقا هر کی غیر قانونیه یه ما وقت دارد $1,000 بده گرین کارت بهش بدن که باید قانونی مالیاتش بده کنترل شده باشه سوشال سکرتی داشته باشه. حالا این چه قانونی هست که آقا بیجی را ببند یا رو مثلا من میدونم چند خانواده اصلا اینا بچه هاشون گرین کارت رو به کار دارن دارن درس میخونن، مادرم قانونی نیست داره کار میکنه، صبح ساعت 6 میاد بیرون تا ساعت 9-10 شب برای چقدر؟ برای $60 که $10 هم میره بابت کرایه اتوبوسی که زندگی و مراتشون بگذارید. حالا چه بلوا و آشوب سر این کار را میفته دوباره؟ خب این قدم بین اینا دیوونه هست، مثل مملکتی ما نیست که دختری مردم رو بگیرن ببرن تو زندان بهش تجاوز کنن بعد دختر از ترس آبروش بیاد خودش آتیش بزنه دیگه با کشت خودش ها. اینجا اگر این اسپانیش ها آسیب ببینن اینا عکس العمل نشون میدن، یعنی دیگه نمیشد این مملکت رو درست اداره کرد. البته میگم من سواد دانش سیاسی به اون صورت ندارم، به عنوان یه آدم مستفید، به عنوان یه آدم با تجربه که واقعا بدون اقرا آقای قیصری من بهش رو در آمریکا دیدم. این سرزمین همه چی داره، همه نوع امکانی داره. این سرزمین اگر یک شاخه خشک رو توش فرو کنید سبز میشه و بارور میشه. یک همچین سرزمین رو بدن دست یه آدم دیوانه معلومه که چه عواقبی داره و اینا تعمدن دارن این کارو میکنن.
یعنی اون کسایی که پشت قضیه هستن. حالا یه جا که هم بگون برای ما ستمات نمی جا که میدونین دیگه لاتن یکی با بچش رفت مهمونی، بعد خلاصه توی سر سفره که نشسته بودن و دو لاشت مثلا یه مقدار برنج برداره به قول آخون دار که حالا ادبیش باشه در اینا، گازی از بدنش خارج شد زد پس کله بچهش که بیادت بیتربیت این چه کاری بود کردی؟ بچه هم همیدون زهر زهر بابا را نگاه چک که آخه من این کار نکردم. یه مدتی گذشت آخونده با غلصی بچه نشسته بود اون همیه همچین افتضاحی به بارو بود. آخوندم تا دید دارن همه نگاش کنن اینا زد پسی کرده بچه. بابا درم گفت مرد که من در سخته تو باید چی بچه من نمیزنی؟ گفت مگه اینا نهی بردش که هر کاری کرد یکی بزنه پس کله ای. حالا این آقای ترامپ رو بردن که هر که صافت کاری تو دنیا انجام میشه بندازن گردن این بابا. و خب حالا معلومم نیست، من فکر میکنم یا ایشون رو مثلا مجلس بر کنارش میکنه، حالا اگر مجلس قدرتی داشته باشه در مقابل همین کمپانی ها و اونهایی که ایشون عمل به اصطلاح علمش کردن، یا این که نمیدونم مردم تظاهرات بکنه. ما که واقعا یه به قول معروف این روزای آخر اون بیاره داریم میگذرنیم و دنبال اینیم که یه جای بخندیم بگوییم بشنویم، ولی اینا روی ما هم که به اصطلاح سینیور هستیم و روزای آخر اون رو میمیزنیم تأثیر داره، بی تأثیر نیست. یعنی همینقدر که با تمام این که خودمون رو میزنیم به بیخیالی و دنبال جوک و خنده و تفریح و اینا هستیم، مگر میشه بعد مثلا توی سوریه میلیون ها انسان کشته بشن در بدر بشن به غربت بیفتن نمیدونم دنبال یک پناهگاه بگردن بعد من شما بگوییم و بخندیم؟ یعنی این اخبار با هجوم این خبرها هستن دارن مردم جهان رو نابود میکنن. ببخشید من خیلی از این شاخه با اون شاخه پریدم، اگر شما در رابطه با صحبتهایی که من کردم جایش رو مثلا نامفهوم بود منظورم رو درست نرسوندم بفرمایید تا دوباره تکرار کنم. بسیار عالی بود. پس شما هم به عنوان یه ریپابلیک، یه شخصی که طرفدار حزب جمهوری خواه هست، شما هم نگران هستید با واقع خیلی؟ نه من، همه آدم ها همه آدم هایی که من میشناسم که باشون اونا به جمهوری خواه هستن واقعا نگران امریکا، نگران این سرزمینن که با یک حماقت لحظه‌ای به خطر بیفته. ولی دیروز این گاورنر قبلی آریزونا اون خانمه آمده بود و میگفت که ترامپ داره کارهایی رو انجام میده که قول داده بود. بعد تازه میگفت خیلی از این کارها رو همونجوری که شما گفتید از دوره جورج بوش و از دوره اوباما بوده. اتفاقا من تو برنامه هم قبلا گفتودم که در دوره اوباما تعداد زیادتری از دوره بوش مکزیکی ها و به اصطلاح اسپانیش ها و اینا رو اخراج کردن. ولی نمیدونم اوباما چجوری بود، بالاخره سر میبرید با پنبه. ولی این آفرین دقیقاً آدم سیاستمدار البته این گای خودش لو میده دیگه. من کاری که میخوام بکنم به خصوص مثلا در مورد ایرانو نمیگم، اما این کاری که این داره میکنه دقیقاً یه دی دارن اینو هولش میدن به طرف این قضایا. از اون موقعی هم که این قرار بود به صلاح انتخاب بشه این به صلاح این برنامه را چی به ایشون داده بود؟ مثلا چی جوری میشه اقتصادی این مملکت را بدون آدم اداره کرد؟ همیشه که نمیشه دست این ماشین و نمیدونم کامپیوتر اینا که به هر حال یه دی باید این زباله ها را توی مملکت جمع کنه، یه دی باید نمیدونم گوشت را مثلا بسته بندی بکنم. این هایی که همه آدم ها یه تحصیل کرده و فهم نیم یه ده آدم کارگر هم کاری اینا هم بیچاره هم. اینا هم واقعا وقتی بشینیم با درد دل این مکزیکی خودتون اطلاع دارید. بله بله. میدونید اینا هم از درد ناچاری به این مملکت پناه آوردن. حالا غیر قانونی هست آخوش مثل بوش رفتار کن،
آقا یکی $1,000 $2,000 ازشون بگیر، قانونیشون بکن. اینا خانواده دارن، بچه دارن، بعضیاشون نمیدونم شوهرشون. مثلا همین خانمی که من راجبش صحبت کردم، این از این مثلا ماهی $1,300-$1,400 که دنبه موازه یکی از دوستان من میگیره، این ماهی $200 میفرسته برای شوهرش تو کشورشون. غیر قانونی هم هستا، ولی میفرستن با همین بانگایی که میدونین. بله وجود... خب این سرمایه کجاست؟ سرن میره سرمایه این مملکت. اما اگر اینا قانونی باشن، خب مالیاتشون رو میدن. اگر قانونی باشن، از مزایای قانونی استفاده میکنن. ببین یکی از کارهایی که ایشون با عجله، که البته من به نظرم این فرمانش هم تبدیل شد به چیز، انداختن تو سطح زباله، همین بیمه یه اوباما کر بود. این بیمه یه دی رو که نمیتونستن بیمه بگیرن، بیمه کرد تو این ایالتی مریلند. هم حالا نمیدونم این کاری گاورنری اینجا بود، کاری کی بود، با عجله 50 تا 100 تا دفتر درست کردن، گفتن آقا تا نمیدونم فلان تاریخ تا اول اپریل هر کی اومد با بیمش کنه. البته هنوز هم دارن بیمه میکنن، همون اوباما کرد. و من آقای اوباما کرد که این بابا برداشت امضا که گفتن آقا تا این میاد ملغا بشه ما بودجه 2 سالمون رو گرفتیم، تو 2 سال دیگه اینایی که دارن به اصطلاح اوباما کرد دارن از بیمه اوباما استفاده میکنن. خب اینا را چه کسایی آقای سوربی استفاده میکنن؟ همین آدم هایی کم بزاعت، آدمی که پول داشته باشن میرن ماهی $1,000 به خودش بیمه میکنه. اون کسی که نداره میره $20 $30 $50 میده بیمه اوباما کرد میخره به صورت قانونی هم که باشه دیگه چه بهتر. فقط این مزایایی نام که دارو، من یه چیزی مطلبی توی یکی از این وبسایت ها راجبه دارو تحقیق میکردم، داروهای قند، که میبینم آقا مثلا به من میگه آقا $600 توی این دارو اسم واقعا چقدر. رفتم دیدم کارخونه این دارو رو 10 تا قرصش میده $9، همون 10 تا قرص رو بیمه به من مجانی میده $1 میده، ولی $600 با دولت حساب میکنن. یعنی ببینین این کمپانی های بزرگ و اینایی که دارو و نفت و نمیدونم اینا رو اداره میکنن چه بلایی دارن هم به سر دولت آمریکا میارن. یعنی دولتی که به واقع نماینده مردمه. اینایی که رفتن توی مجلس، اینایی که الکی نرفتن، که یه دمشون رای دادن، رای دادن که برن این مملکت رو با نظم، با انضباط، با قانون اداره کنن. اینا شدن گوز بالا گوز. یکی از حرفایی که خیلی جالب بود این آقای ترامپ میزد این بود که این واشنگتن از این موجوداتی مثل آقای جنتی هم دیگه، اینایی که تو سناتورند و اینایی که توی مجلس هست، یه جوری این واشنگتن و این دولت ها از وجود اینو پاک کنه. اصلا گفت مرداب. بله گفت این مرداب خواهد نه ترس بازه همین. یا مثلا چون حسابشو بکنه داستانه کشور خودم، ببینید چند بار مردم بلند شدن همه آقای اوباما. من البته الان این چیزی که دارم میگم و دقیقا خوندم، اما هر که گشتم بعد از این پیدا نکردم این مطلب. روزی که آقای اوباما انتخاب شد، 100,000 تا گوسفند زنده با کشتی از استرالیا فرستادن برای ایران. حالا چرا من نمیدونم. آیا توی انتخابات آقای اوباما دولت ایران و تشکیلات ایران حمایت کرده بودن؟ که بعید نیست با این چیزایی که الان داره افشا میشه، 2,800 تا نمیدونم گرین کارت، نمیدونم 1,700,000,000 تومان $700,000,000 با هواپیما پول نقد فرستادن اینا، یه خبرایی بین دموکرات ها و این آخوندهای بسیار ممنون. آقای محبی، اولا اجازه بدید که راجع به این 100,000 تا بره که میگید یه جوک بگیم. من خبر نداشتم ولی میرم دنبالش پیدا میکنم. احتمالاً آقای اوباما نذر کرده بوده که اگر رئیس جمهور بشم 100,000 تا بره میدم با آخونده. این یک دوستی داریم که از کالیفرنیا، ایشون هم فرهنگی است و یکی از یاران
خوب تلویزیون مردم به نام آقای سعید. ایشون میگه که آقای محبی که این تئوری دسیسه و اینها رو باور داره و یک خانواده دنیا رو میچرخونه، آیا ایشون میدونه که تمام این مکزیکیا توی کشور خودشون بیمه مکزیک دارن؟ یعنی کشور مکزیک اون بیمه های خدمات اجتماعیش حتی از آمریکا میگن بهتره، یه جورایی مثل کوبا و اینجا. یعنی میگه ایشون اگر کسی اینجا هست، اگه بره کشور خودش مثلا اون بیمه و اینا رو میتونه داشته باشه. حالا یه روزم از ایشون دعوت میکنم، چون در رابطه با مکزیک و اتفاق خیلی از آمریکایی‌ها میدونید، مخصوصا اونایی که سنشون میره بالا، میگن ما میریم اونجا زندگی میکنیم، چون همین مسئله که شما گفتید، مسئله بیمه و گرونی قرص ها و اینها، میگن میریم. که البته من نمیدونم، خب هر کسی اینجا میشه 65 سال، مثل که مدیکیر و مدیکیت و حتی توی کالیفرنیا یه چیز دیگه هم هست، مدیکل اونجا هست. درستان ممنونم از شما، ما داریم به آخر وقت امروز میرسیم، یه وقت دیگه باز بتونیم سر فرصت با هم گپ بزنیم، لطف کنید. ولی من آقا درسته که تمام پیر مردم متوهمند و دنبال توری توته و اینا هستن، ولی به قول معروف تا نباشد چیزکی مردم نگویند حرف ها. این داستان ها و اونم ما تو عمرمون تجربهمون آقای سربی، واقعا اگر کالای خودمون رو قاضی بکنیم و بشینیم ببینیم واقعا ما چقدر از ناحیه این دموکرات ها و به اصطلاح هم دستیشون، حالا با خود دربار و اینا، مردم ما آسیب دیدن. ما چرا باید، من و شما باید الان تو مملکت خودمون، شما بازنشسته یا سفارش باشی، من بازنشسته تلویزیون باشم، برای خودمون نمیدونم بریم شمال کشورمون، بریم نمیدونم تو دهات کشورمون کشاورزی بکنیم، چرا باید ما در به در باشیم؟ این توته است، این توهمه. آقا شما، آقای محبی، شما که خود جواب خودت دادی، بابا من و شما عاقبت به خیر بودیم، آمدیم تو بهش قبل از اینکه بمیریم، ولمون کالا بخوای بفرستیمون بریم تو ایران کشاورزی کنیم. آقا ممنونم ازت. اتفاقا اون روز رفتم یکی از فروشگاه‌های ایرانی که چلو کباب هم درست میکنه، بعد گفت که کباب حاضره، گفتم آقای محبی درست میکنه، گفت ربع ساعت پیش اینجا بوده و اون آقای ساسان رشید عزیز، خوردیم دست درد نکنه، خیلی عالی. خب لطف کنید شما با آقای رستم جمشیدی، دکتر رستم جمشیدی، سلام منو برسونید، این موضوع رو بهشون بگید یه مسئله. من میتونم حتی اگر چیز باشه تو برای هفته آینده باشون قرار بذارم. بله بله. که از طریق رادیو مادر همزمان. بله بله. ما یه برنامه مشترک داشته باشیم. بسیار عالی. و شنونده هاتون هم هرچه سوال دارن در مورد مثلا فردوسی، هرچقدر سوال دارن اینا رو شما قبلا به من بدین، من بذارم در اختیاریشون. بله بله. ایشون واقعا یک آدم بحرالعلومه، یه آدمیه که پریشب من براشون رو میدونم وقتتون تموم شد سنان یه دقیقه دیگه بفرمایید، یک برنامه از یکی از تلویزیون های اسرائیلی، یه خانمی راجع به این بچه هایی که در سوریه از بمیرنده اینا، یک شعارهایی میداد که من مسلمانم، من عربم، من اسرائیل سیتیزن اسرائیل هستم، فلانم اینا، در حالی که در سوریه دارن میلیون ها انسان کشته میشن، اینا دنیا چشماش بسته، آمریکا بسته، نه همه جا بسته. بعد ایشون یه حرف خیلی جالبی زد، خیلی واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بودم، یه خانم خوشگلم بود البته با. دیدم ویدیوشو گذاشتید مثل که روی تیتی. آره بله. بعد ایشون در اومد که آقا همه اینا از همین نایه اسلام است، از هم نایه یهودیت، از هم نایه، از هم مقصر این داستان خداست. آها بله، دیدم اون زیر نوشتن که از خودی خدا. بله بله. پس شما لطف کنید دعوت کنید، قرار میذاریم با هم و حتما این کار رو انجام. ممنونم که مهمان ما بودید و امیدوارم بیشتر با هم کار کنید. مرسی عزیزم، مواظب خودتون باش. خب دوستان عزیز، با آقای پیروز محبی بودیم از رادیو مادر، ایشون با همین لهجه شیرین اصفهانی که صحبت میکنن خودش یه حال و هوایی به برنامه میده. ممنونم از دوستان عزیزی مانند سعید و دیگران که نظرات خودشون رو میگن، مینویسن و شما هم میتونید به صورت پیام بذارید، ما در برنامه پخش کنیم. و اما بریم سراغ فیسبوک
که یک ویدیویی رو یه دوستی برای من فرستاده و نوشته که جای این هنرمند کنار خیابان است. ما یه دوستی داریم در آلمان، آقای مجید افراخته، خیلی قشنگ نوشته که هنرمند جایش همه جا هست، مثل همه آدم‌های دیگه خیابان چه اشکالی داره. در صورت اینو با هم بشنویم، این حسن ختام برنامه بشه. دوستان این ویدیویی که من پخش میکنم اگه از رو فیسبوک باشه، ما یه جورایی یقمونو نمیگیره یوتیوب، ولی اگه این ویدیو رو یه نفر از روی یوتیوب برداشته باشه گذاشته باشه تو فیسبوک، باز یقمونو میگیرن. حالا امیدواریم که اتفاقی نیفته. با هم این رو بشنویم ببینیم هنرمندای زیادی این روزها توی تهران، توی شهرستان‌ها، کنار خیابون میزنن برای مردم، خیلی هم موفقن. از طرفی خیلی کارگرای جوان من میبینم، مخصوصا دختر خانم‌ها کفش واکس میزنن و اینها، و بعضیا به صورت دلسوزی نگاه میکنن. من حقیقتا افتخار میکنم که اینها قبول کردن که آقا من بابام شاه نبوده، بابام دوز نبوده، بابام وکیل مجلس نبوده، من باید زندگی خودم رو خودم بسازم. چگونه؟ وسائلی ندارم، اتوبوس ندارم، ماشین ندارم، یک بروس واکس و یه جعبه‌ای میشینم اینجا. به صورت دلسوزی به اینا نگاه نکنید، به صورت افتخار نگاه کنید. و همینجا هم اگر کسی رو میبینید میاد میگه من کار میکنم، دانشجو هستم، به اینها تیپ انعام زیاد بدید. یه فیلمی خیلی معروف بود که From Straight A's، میدونید اینجا نمره ها رو ABC میدن، Straight A یعنی کسی که تمام نمره هاش A هست. دختر یه دکتری بود، دکتره رو منتقل کردن افغانستان و این دکتره، این دختره توی دانشگاه، تو دانشگاه دوک یونیورسیتی، یکی از معروفترین دانشگاه های آمریکا رفته بود، ثبت نام کرده بود. بعد مادرش براش نوشت ما نمیتونیم و باید بیا یه مدرسه محلی، چون شما وقتی out of state خودت میری شهریه گرون میشه. و این دختره حالا یا رو جوانی یا رو حماقت یا بعضی وقتا این من احتیاج به کسی ندارم، رفت، نمیخوام بگیم تن فروشی، رفت گفت خب من میرم از طریق پورن و اینها، ولی فیلم جالبیه برید ببینید. اونا کسایی هستند که افتخار نباید بهشون بکنیم، که دنبال پول آسون میگردن، سریع، زود، تون. و بعد مادرش گفت که این قبض دانشگاه اومده نوشته شما $7,000 پول دادی، من بهشون تماس گرفتم گفتم اشتباه کردید، ما پول ندادیم. آمریکایی‌ها ببینید چی انا، دانشگاه نوشته شما $7,000 دادید، مثلا $12,000 دیگه بدهکارید. مادره تماس گرفته گفته که ما پول ندادیم، این اشتباهه. گفتن خانم دخترتون پول داده. به دختری که صحبت کرد، دختره گفت من اینجا حشیش میفروشم. بعدن گندش بالا اومد، معلوم شد که رفته دنبال کارهای سکسی یا همون پورن، فیلمهای، بعضیا میگن فیلمهای مستهجن، بعضیا میگن فیلمهای لختی. در هر صورت من به این هنرمند بیشتر افتخار میکنم تا خانم گوگوش. این هنرمند رو الان بهتون نشون بدم، تا خانم گوگوشی که تا آخوندامیان میره با حاجیا و آخوندا، بعدم با آقای مسعود کیمیایی کی، بعدم میاد چه ماجراهایی، بعدم توهین میکنه به خواننده ها و هنرپیشه های دیگه که من نمیخواستم تو پوست بره بیام. یه ماه این خانم رفته زندان، اون تو زندانم چه معاملاتی انجام داده، چه کارایی کرده، الان میبینید آمده اینجا، نمیدونم خونه برای پسرش خریده و برای نوش هم خریده و بیشتر از همه هنرمندام داره پول میسازه. یک بار دیگه این هنرمند رو بهش خسته نباشی میگیم، تقدیمش میکنم به شما دوستان. حسن ختام برنامه امروز. و اما روز جمعه ساعت 12 ظهر دو تا مهمون داریم از کانون آوا، ساعت 2 بعد از ظهر یه مهمون داریم از ویرجینیا به نام سوربی با شما خواهد بود، و ساعت 3 بعد از ظهر آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا با شما خواهند بود. روز روزگار و شما عزیزان خوش.
Thank you.